بینندگان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه 4 تیر ماه 1400 و برابر است با 25 جون 2021. این برنامه از تلویزیون مردم از آمریکا پخش میشه و از شما خواهش میکنیم که با دوستان خود هم این برنامه رو شیر کنید، در میان بذارید، سهیم شوید. و انتخابات 1400 گذشت و رفت، حالا ما موندیم و شما موندید، چه باید کرد نمیدونم. آقای زمانی از ایران با ما هستن، بگو ببینیم آقا چه حال، چه خبر. یه روزی هم شما تماس بگیر، البته این بنده خداها که در ایران هستن با وجودی که کلی هم پول خرج میکنن، وی پی ان میگیرن و اینترنت قوی میگیرن و اینها، باز به اصطلاح اینترنتشون 100%، البته به هیچ چیزی نمیشه 100% اطمینان کرد، درصد اینها درصد اطمینانشون کمتر هست. امروز توی یکی از این اتاقها بودم که حالا بعد عکسشو بهتون نشون میدم، توی کلاب هاوس، و یه نفر به اینهایی که دفاع میکردن از جمهوری اسلامی گفت آقایون حجت الاسلام ها، خب شما غیر قانونی وی پی ان خریدید، آمدید دارید از اینترنت استفاده میکنید تو این چیزایی که ممنوع است، توییتر دارید، اینستاگرام دارید، اینا، و اینم مونده. من امیدوارم یه روزی جمهوری اسلامی بفهمه یه کارایی رو اشتباه انجام داده و بیاد بگه ما اشتباه کردیم، ما فکر میکردیم میتونیم، نتونستیم. یکی از اون کارا مسئله بانک اسلامی ربا، اتفاقا عکس دارم که دیروز توی اتاقی باز بودن و صحبت میکردن از ربا و اینها، و یکی پیشنهاد میکرد که خب حوزه ها رو به عنوان یه بانک قرض الحسنه کارهای مردم انجام بدید، شما که برعکس دانشگاه که از مردم، از دانشجوها پول میگیره، شما به دانشجوهاتون پول میدید. خب این بانک های قرض الحسنه رو هم برعکس اون بانک ها که از مردم سود و نزول و ربا میگیرن شما نگیرید و فقط تازه اگه لازم باشه یه دست مزدی بگیرید. من یادم همون اوائل جمهوری اسلامی که اومده بود، اون آقای حسن بنی صدر با بانک ها کار میکرد و اینها، یه برنامه گذاشته بود که هر کسی 10,000 تومن ببره بذاره تو بانک میتونه 100,000 تومن، هر کی 20,000 تومن بذاره میتونه 200,000 تومن، هر کی 30,000 تومن میتونه 300,000 تومن وام بگیره. که البته خود این همین جوریه که آمریکا هم هست. آمریکا به شما میگه اگه میخوای وام بگیری بیا ببینم چیکار میخوای بکنی، میگی میخوام یه خونه بخرم 100,000 دلار، میگه خب اقل کم 10,000 دلارش رو باید داشته باشی تا ما روی اون 90% به اصطلاح ریسک کنیم که اگه نتونستی قسط بدی ما بفروشیمش و پولا رو در کنیم، اون 10% ضرر شده باشه، 90% ما 85-80% برگرده و الی آخر. در هر صورت جمهوری اسلامی در 42 سال گذشته نشون داد که در خیلی از کارها ناتوانه، خیلی از چیزها رو فکر کرده میتونه، اشتباه کرده. همون که گفته خواستن توانستن است، گوش نداده به حرف آقای دکتر ایران بومی. آقای ایران بومی هم از روز که شده نماینده شهر فرانکفورت مشغول، دیگه با ما تماس هم نمیگیره. خلاصه آقای ایران بومی میگه که خواستن در حد توان توانستن است. اشتباه کرده جمهوری اسلامی 42 سال هی فکر میکرد میتونه جهان رو بگیره، الان هم فکر اینه که عربستان و سربازای اسلام، آقا اسلام مال اونان، ولشون کن، هر خاکی میخوان تو سر خودشون بکنن، تو اول این خونه خودت ایران خودت آباد کن، بعدن مردم میان حسرت میخورن میگن نگاه کنین آخونده چی کار کردن، ای کاش آمریکا هم میشد مثل ایران. چجوری تو هم میخوای مثل جورج بوش به زور، اون میخواست دموکراسی رو وارد کنه، تو میخوای اسلام رو وارد کنی. البته این میخ اسلام خیلی وقتا بین اون فرو میره، یادتون اون آقای چیز میگفت میخ اسلام رو در سرزمین کفر فرو کرد، طرف رفته بود یه زن آمریکایی گرفته بود، این میگه میخ اسلام رو در سرزمین کفر فرو کرد، چون آقای خانمش رو مجبور کرده بوده که مسلمان بشه. خب سلام، بله خیلی ممنون، آقای نیساری هم با ما هستن. آقای نیساری میگه اعتصابات سی شبانه روزی اعتصابات میدونید در ایران شروع شده، من یک انتقادی نوشتم
بر ویدیوی آقای آبتین نوشتم که متاسفانه شماها چند قدم از مردم ایران عقب هستید. هر وقت اونا یه کاری میکنن فوری شما میایین با سرعت میخواین برسید به اونا. ایرانی های داخل تا میبینن شما دارید میایین و میخواین بر موج کارای اونا سوارشن، میگن آقا ولش کو بریم خونه. ببخشید حقیقته. شما ببینید مجاهدین تا میگه ما گفتیم مردم بیان تو خیابون، مردم میرن تو خونه و این هی به نفع آخوندا میشه. شما برای من نوشته بودید که خب ما از دو سه ماه گذشته گفته بودیم. آقا بنویسید کاغذاشو با تاریخ اینجا بذارید که مردم ببینن. و اگه گفته بودید کسی آمد، خب اگه نیامد پس اینی که آمده کاری به من به اصطلاح فراخوانای شما نداشته. در اصل ممنون و متشکرم. و بسیاری با آن پاسخ مثبت دادن. قربون دهنت. این که آقای یوسفی، آقای یوسفی هم یه چیزایی می‌نویسه که شر به پا میکنه واقعا. آخرینش راجع به واکسن ایرانی بود. یه نفر میگه ما هنوز نمیدونم چی نمیتونیم درست کنیم، میخوایم واکسن خودمون بسازیم. بله کاملا درسته. اولا واکسن از سالها پیش توی ایران ساخته میشده، نمیدونم شاید حتی در زمان شاه و اینا هم واکسن ساخته میشده. واکسن ساختن که چیز بزرگی نیست، ولی باز خود جمهوری اسلامی برنامه‌های تلویزیونیشو نگاه کنی یه چند نفر توی ایران هی میگن آقا ما قرار نیست همه چی خودمون بسازیم. دست بردارید از این اشتباه. ترکیه نمیدونم با این اقتصادش، همین سوئیس، شما ماشینای سوئیسی سوار شدین؟ ماشینای بلژیکی سوار شدین؟ خب آقا ماشینو از یه جای دیگه میخره، شکلات بهشون میده. دیگه چی داره؟ پنیر بهشون میده. من نمیدونم چرا ما از گندم میخوایم خودمون تولید کنیم تا چی؟ اون ماجرای زوباهن، اون ماجرای مکافاتی که سر رضا شاه و شاه و اینها در آوردن، اون ماجرای تولید نیروگاه، نیروی اتمی که الان چیزی که درست کردن حتی مثل که میگن ممکنه مثل این بیچاره آپارتمان های چیز بریز پایین. دیروز دو نیم صبح یک چند تا آپارتمان توی فلوریدا، اینجا میگن مثل پنکیک، پنکیک این کیکایی که رو هم سوار میشه، تخت 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 اومده بود پایین. یعنی مثل فیلمایی که خودشون بمب میذارن اینجا دیگه ساختمونا رو نمیان با پتک خراب کنن، مثل فیلمایی که بمب، یعنی پروژکت هایی که، پروژه هایی که بمب میذارن خودشون منفجر میکنن و اینا محاسبه شده که این ساختمون چجوری بیاد پایین، خاک کمتر کنه، به اصطلاح جمع کردنش آسان تر باشه و الی آخر. خیلی ممنون دوستان عزیز. این یک مانیتور اونوریمون یکم پشت اینه. دلیلش اینه که من امروز در برنامه قبلی یه مشکلی پیدا کرده بودم. اینم یکی از معضلاته که آدم نمیدونه چیکار کنه. صبح که میاد اینجا میگه فلان برنامه به اصطلاح یک چیز جدید اضافه کرده، میخوای اپدیت کنی؟ اگه خب هی بگی نه 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 بعد یه مدتی کار نمیکنه. اگه بگی بله نمیدونی حالا بخوای برنامه هم بذاری این کار میکنه یا نه. با برنامه که با آقای عیسی آزاده داشتم این سیستم ما گفت اپدیت میخوای بکنی، گفتیم بله. اپدیت که کردیم دیگه نمیذاشت تصویر اسکایپ رو ما بدون اون علامت تلفن قرمز و ویدیو و اینها بیاریم و اون چیزی که به اصطلاح تو سیستم خودمون هست یه چیز بی خودی خودش میاره و اینها، یعنی اختیار رو از دست شما میگیرن. متاسفانه این هست. من چون گاهی وقتی برای آمریکایی‌ها کار میکنم میبینم بعضی از اینها هنوز رو ویندوز XP، رو ویندوز 7، ویستا نه، ویستا هم انداختن دو، ویندوز XP، ویندوز 7 وایسادن و میگن ما ویندوز 10 نمیخوایم چون باگ داره. و حتی شنیدم ویندوز 11 هم مثل که داره میاد به زودی. بله میگن که آخه به ما خارج نشینا ربط نداره، عده مشکل و درخواست برحقی دارن، عده خارج نشین. نه نه نه، به ما خارج نشینا هم ربط داره. ببینید آقای یوسفی، شما 1.85 میلیونیوم ایران مال شماست، حق داره. مثلا میگفتن اون وقتا این خونه خونه مشاه، حالا یا این مثلا، حق داری آقا، حق داری و حق هم زیادتر داری. یعنی من و شما میتونیم بیشتر نگران ایران باشیم، بیشتر درباره ایران صحبت کنیم تا آمریکا و اروپایی که داریم زندگی میکنیم. ولی
اینایی که میان جلو رأی گرفتن مردم میگیرن، شب اون بیمخ بازی در میارن، اینا خیلی قشنگ. اتفاقا نوریزاده میدونید من با خیلی حرفایی که میزنه مخالفم و قبولش ندارم کلن، اصلا بهش میگن خاله نوری، خدا ذلیل نکنه. ما با این اخلاق گندمون فقط این آقا شاهین رو کم داشتیم. شاهین غلامرضایی بریم ویدیوهاشو ببینید، میگه خاله نوری. من هی گفتم این خاله نوری کیه، بعد ویدیوش رو نگاه کردم دیدم نوریزاده رو میگه خاله نوری، بعد میگه این از هر جایی که دو نفر با هم بودن خبر داره و داستان تعریف میکنه و اینها. ولی نوریزاده یه حرفی درستی زد، اونم گفت من با این کارهایی که دیدم و انجام دادن مخالفم، که برای مردم تونل وحشت درست کنن، کسی میخواد رأی بده این ور اون ور، نمیدونم مثل همین طرفدارای ترامپ نادان که اومده بودن اینجا با چوب پرچم آمریکا رو زمین میمالیدن، چوبش رو میزدن به مردم و الان نزدیک 500 نفرشون دستگیر شدن. امیدوارم اینایی هم که رفتن و نه مثل یک آدم با شعور و دموکرات وایسن بگن نه به جمهوری اسلامی، یا حتی فریاد بزنن که مگه شما نمیبینید که جمهوری اسلامی اینقدر آدم کشته، آمدند و شعبون والا شعبون بیمخ الان میگن از توی جهنم گفته که آقا من کی زن مردم رو زدم، من کی رو بچه مردم دست بلند کردم، اینا از اونم بدتره. بمانه بله آقای شاهین غلامرضایی بفرما تا حرفش زدم مثل جن حاضر شد، میگه باید آپدیتت رو آخر شب انجام بدی تا کاری نداشته باشیم. شما کاملا درست میگی، اینو ما وقتی فهمیدیم که صبح آمدیم اینجا، اتفاقا فکرشم کردم گفتم نه ولش کنم فردا، بگم حالا فردا یادم میره. من روزی که برنامه دارم صبح کامپیوترم خاموش روشن میکنم، مودم و راوتر رو خاموش روشن میکنم که به قول اینا انکلادر بشه، یعنی این مثل کورک که گره میخوره باز بشه، تمیز بشه سرعت، و واقعا هم اون قسمته میشه. قبل از اینکه مودم و راوترتون رو روشن خاموش روشن کنید امتحان کنید، بعد که میای میبینید پینگت سریعتر کمتر میشه، سرعت دانلود اپلود اینا همه بیشتر میشه. بعد یه دفعه این گفت که ورژن 4ش رو میخوای بذارم به جای 3، گفتیم بله گذاشتیم، دیدیم عکسامون رو اینجوری کج موج نشون میده و خلاصه ریخمم. شما درست میگی آقا خانم، وقتی یه کسی یه چیزی درست میگه بگید درست میگه. ولی یه داستانی برات بگم آقا شاهین، حتما شنیدی، میگن یه پیرمردی از یه جایی رد میشد، ریش بلندی داشت، بچه‌ها هی گفتن بیا با این اذیت کنیم و فلان اینها، گفتن حاجی شب که میخوابی ریشتو میذاری زیر لحاف یا میذاری روی لحاف؟ حاجی گفت که نمیدونم، امتحان میکنم فردا بهتون میگم. بیچاره رفت شب بخوابه، ریششو گذاشت زیر لحاف، خوابش نمیبرد. در آورد گذاشت روی لحاف، خوابش نمیبرد. حالا تو شدی اون بچهای تو کوچه و ما هم شدیم اون حاجیه با ریش. ما امروز اومدیم این کراواتا رو برداریم، گفتیم نکنه این انقدر پهن باشه و همون کراواتی باشه که آقا شاهین گفته. اومدیم این کوته رو بپوشیم، گفتیم نکنه از اون کوتای قدیمی باشه. حالا شما هم میرسی توی سن و سالی آقا شاهین، میبینی من همیشه پیش خودم میگفتم چرا این پیرمردا همیشه یه شکلن. اولا به یه سنی که میرسی دیگه مثل که از اون پیرتر نمیشی، دوما به دلیل اینکه کار نمیکنی، بازنشست هستی، رفت آمدت کم میشه، یه سری از دوستات مردن، دوستایی که باشون رفت آمد داشتی مردن، دیگه احتیاجی به خرید کت شلوار و اینا. حالا که تنها چیزی که کم داشتیم این کووید بود، کووید هم اومد زد، همه خونه نشین شدیم، همه با تنبون و اینا. آقا شما گفتی اتفاقا خیلی از اینا اگه بلندشن با شلوار گرمن، نه آقا خیلی از ما اگه بلندشین با شورتیم و حتی آمریکایی هم این اتفاق افتاده. بزنید زوم میسحب ببینید، یه نماینده مجلس یه خانمی اگه اشتباه نکنم لخت از حمام اومد بیرون، فکر کرده بود خاموش شده، آقای اومده بود نمیدونم با یه مجری مال CNN داشته با خودش بازی میکرده که یه هشمایی بیرونش کردن اینها. میگه جناب سوربی، تمام کشورها ماشین خودشون را دارن، مثلا الان بنز و BMW در اتریش تولید میشن، کارخانه ماشین ملی خودش رو دارن. نه آقا من سوئیس رو مثال زدم، شما ماشین سوئیسی الان بزن ببین من بینیس چیه. بعد ماشین، خب این روسی هم دلش خوش ماشین داره، چی بود پرادا بود چی بود،
دود همه جا رو برمی‌داره، دیگه لازم نیست جی پی اس داشته باشی، از دودش میشد بفهمی کدوم خیابون داره میره. این که صنعت نیست، ولی اون چیزی که شما میگی بله، همینجا بی ام و بنز الان تو اوهایو و اوکلاهاما و اینا درست میکنن، برای که میگه خب تو میفروشی به اینا، کارگرای ما هم بذار سر کار اینا، اونا فرق میکنه. عزیز من آقای یوسفی، من از شما خواهش میکنم، ببین شما مثل آخوندا عمل نکن، قبول کن اگر یه جایی آخوند اشتباه کرده، سیستم اشتباه بوده، بگو آقا این اشتباه بوده، این کارم درست بوده، درستشو بگو، اشتباهشم بگو. شما فکر میکنی شاه 37 سال همه کاراش درست بود؟ شما فکر میکنی آخوندا 43 سال همه کاراشون درست هست؟ خب نیست عزیز من. وقتی نیست خوبیاشو خودشون تعریف میکنن، بدیاشو من و شما باید بیان بگیم. این که خیلی ساده است. شما سیستم بانکی قرض الحسنه، آقا آمریکا یه مدتی شده بود زیرو، میگفت شما بیا پول بگی تا 2 سال هیچی نمیخواد انترست بدی، بعد از 2 سال خب این میشه قرض الحسنه. الان تو آمریکا 1.5-2 اینقدر، ولی تو ایران 25%. طرف از اینجا پول میگیره میبره میذاره تو ایران تو حسابای دلارش و فلان اینا پول میسازه. خب اینا نتونستن، اینا کم آوردن. این ماجرای چیه هر سال قیمت ها میره بالا، حالا این قول داده که من نمیدونم نصفش میکنم، چی رو آقا نصف میکنی؟ شما همتون جزء این سیستم بودین، یا آقای روحانی حالا طلبکار مردم هم شده که هیچکس از ما تشکر نکرد. آقا شما یه خدمتکاری بودی، این به نظر من رئیس جمهور هم اسمش باید عوض کنم بزنن رئیس خدمتکار جمهور، یا یه کلمه کوتاه و بهتری که اینا بفهمن هر روز که میان بگن آقا من نوکر شما هستم، من کارگر شما هستم. من اولایی که اومد بدم اینجا اون شرکتی که زدیم و اینا، باور کنید خجالت میکشیدم، میدیدم یه آمریکایی سنش از من زیادتر میاد با زن و بچهش وای میسته مثلا حقوق بگیره جمعه، بعد ما رو معرفی میکنه به زن و بچهش، این رئیس منه. من میگفتم نو وی آر فرند فلان اینا، اصلا اینا میگفتن این دیوونه است، آقا تو رئیسی من کارگرم، تو من حقوق میدی، من باید یه کاری رو انجام بدم. پتیک برای من امروز نوشته یه کارگر ایرانی آمده کار کرده، بعد گفته که آقا کارت سنگینه، میخواستم بهش بگم از خودش میپرسید خودش سنگین نیست، شاید خودش سنگین بوده که این کاره، چون تو آمریکا همه کارا وسایل و ابزار و اینای خودشونو دارن. البته خب من میدونم مثلا کانترکتورهای کوچیکی مثل پتیک ممکنه بعض وقتا به خودش و کارگرها زور میزنه به جایی که با دستگاه یک کاری رو انجام بده، ولی دیدم آدم منطقی همه وسایل رو داره. در صورت قبول کنیم، اگه شما اینو قبول کنی اونا قبول میکنن آقا اشتباه کردن، شما قرار نیست آقای حجت الاسلام از سیستم بانک بدونی، از سیستم دلدرد بدونی، از سیستم واکسن بدونی. هر کس ببین رضا شاه چرا میگن اون اول دورانش پادشاهیش ایران خیلی پیشرفت کرد، برای که آدمایی رو که میدونستن، یعنی میدونستن آورده بود، حالا بعد یکی یکی یا کشتشون یا اعدامشون کرد یا آمپولشون زد اینا بماند، و بعد هی یکی یکی بالا کشید و ایران گند زد، همین شد دیگه. آخوندام الان همین کار کردن، خودشون از خودشون انتقاد میکنن. و من و شما نباید انتقاد کنیم. امروز یه خانمی تماس گرفته بود که من بعد از 4 سال سوئد میخواد منو دیپورت کنه، نگران بود. گفتم خانم نگران نباش، چیزایی رو که تو ایران مینویسن و فیلم ها و اینا رو نگاه کن ببین چه خبره، ما عقب افتاده هستیم، ما میترسیم، همینجوری ترس تو جنون مونده. در صورت فیلم شاهین رو میذارم براتون طبق معمول، چون بهش قول دادم که تا چند دفعه 4 هفته 4 ویدیو 5 ویدیو هر ویدیوی میفرسه ما بذاریم، به قول معروف یه هولی بدیم شما رو آشنا کنیم با ویدیوهاش. شاهین جان اگه لطف کنی، دیدم اون ویدیو رو روی یوتیوب هم گذاشتی، اگه لطف کنی، میدونم تو از به اصطلاح حجب و حیات این کار رو نمی کنی، ولی من ازت میخوام که لینک اون ویدیو تو بذاری اینجا، یا حتی لینک ویدیوهای یوتیوبت رو، همون صفحه خودت که میاری تو یوتیوب، دومیش یکیش همه، دومیش ویدیو هاست، اونو بزن دوستان نگاه کنن. خیلی ممنون. میگه که خانم ملیه، خانم میگه کاک سوربی عزیز گرامی از مردو تیوی همیشه یادآوری راه های زندگی
روز ممنون، سلامت، موفق، خوش باشید. در کنار خانواده ارجمند فیات لادا مال شوروی بود. خب ببین شما داری اشتباه میکنی، فیات مال ایتالیا، کپیشو اومده بود شوروی زده بود، شوروی هم نبود، لهستان نبود، یه جایی جو. من رفتم یکیش خریدم، اون موقعی مثلا فیات کهنش 80,000 تومان بود، لادا نوش آقای حریت هم میفروخت تو شیراز 30,000 تومان بود. آقا افتضاح که گفتیم آقا نخواستیم، رفتیم یه فیات 121، فیات 131، یه چیز اینجوری 4 تا چراغ داشت، خیلی خوشحال بودیم، سبز رنگ بود، 5 تا دنده داشت، خیلی خوشحال بودیم. در هر صورت اونم افتضاح. چرا؟ برای که به زور میخوان بسازن، یعنی اون کشوره آماده نشده، آموزش ندیده، نمیدونم. بعد سوء استفاده و عدم مدیریت و اینا رو هم شما بهش اضافه کن. دوستان این ویدیو رو اگه از یوتیوب میبینید لطفاً اینو بیارم بزنم اینجا. اینم یه دوستی لطف کرد برای ما فرستاد که کاپی رایت نداشته باشه. اگر شاهینم میخواد میتونم براش بفرستم که بذاره رو ویدیوهاش و از مردم بخواد که آها ممنونم گذاشت، بله بله خیلی ممنون شاهین. اتفاقا اومده از دوستای من انتقاد کرده و این کاریه که من سالها پیش میشناسم تلویزیون‌های ایرانی رو نگاه میکردم، مینوشتم که خانم مثلا حاله اینجوری گفته، آقای شجره اینو گفته اینا. آقا یکی یکی با ما تماس گرفتن، آقا ما اصلا انتظار نداشتیم، ما دوستت بودیم. ولی دیدم تو این ویدیو به آقای حمید احمدی هم گیر داده که فیلمایی که میذاره کهنه است و اینها. حمید احمدی یکی از هنرمندان خوب ایرانه که حالا متاسفانه یا خوشبختانه خورد به زمان انقلاب و اون کار ادامه نداد. اینجا هم یکی از اون آدمایی هست که نرفته فقط خودشو آویزون کنه به تلویزیون، شرکت بیمه داشت، من رفته بودم دیده بودم، بعدم تو کارهای تلویزیونم تلویزیونی آگهی میگیره. شما نوشته بودی که من نمیدونم بیبانی چرا تو 5 ساعت یه آگهی هم پخش نمیکنه. آقا نمیدن آگهی، ماجرای ایرانی و آگهی هم یه فیلم عجیب و غریبیه. اگر آگهی بذاری برای چلو کبابی، بعدم یه دکتر بیاد مثلا نیم ساعت برنامه بذار راجع به کلسترول، چلو کبابی آگهیش قطع میکنه. بعد ضمناً شمایی که جبهه داری، یعنی نظرت رو میگی، آزادمنش هستی، از لحاظ مدیا و رسانه ایرانی شما محکوم هستی، محکوم به فنا. شما نگاه کن، من شوخی یا چیز ندارم، آقای مختار سالها اگه نگاه کنی به دلیل اینکه بتونه آگهی اینو بگیره، آگهی اونم داشته باشه، آگهی راهپیمایی مجاهدین داشته باشه، آگهی نمیدونم گرد همایی فلان هم داشته باشه، دیگه میبینی خودشون چی میشن، اینایی که چیزی نمیگن، چیزی نظر خودشون رو قایم میکنن، میدونی؟ برای که بیزینسش هست، زندگیش هست. ولی منی که از جای دیگه در میارم پول و اینا، من برام دارم نظرمو میگم، مثل توی مهمونی نشستیم شما میگی آقا اسرائیل به فلسطین ظلم کرده. من بارها 20 سال پیش توی مهمونی گفتم آقا این فلسطینیا وقتی که زمیناشونو میفروختن و میرفتن اون وقتا بیروت و لبنان و اینها با زنای دیگه خوش میگذروندن، اسرائیلیا یواش یواش اومدن تو خونهشون. آقا یه موش میاد تو خونه، تو موشه رو میبینی میگی ولش کن. خب 2 تا موش میشه، 10 تا موش میشه، بعد اینقدر موش میاد که دیگه خب تو نمیتونی زندگی کنی. حالا ببخشید که اسرائیلیا رو به موش ما تشبیه کردیم، ولی یه جایی از موش هم بدترن اینا و الی آخر. البته خود من سرباز که بودم، رامین نه اسمش یه چیزی بود که اسم کلیمی بود ولی ما همه فکر کردیم اسم خودش، اون میخواست منو ببره اسرائیل و اون موقع تو دوره شاه میگه آقا بیبریم اسرائیل، اسرائیل بازگاه. تا آقا من تو جوونیم، بازنشستگی چیه؟ عکس می آورد نشون میداد نشستن تو پارک شطرنج بازی میکنن الی آخر. کاوه عزیز، ما در ایران مونتاژ داشتیم مثل پیکان. بله بله، الکسترا شرکت سوئیسیه و من آقا ماشین عکسش نشون بده تو من ببینم اینا. من الان اینجا میزنم توی الکسترا چی نوشتین شما؟ سوئیس مید کار مثلا، بیا سوئیس مید کار، ما چیزی نمیبینیم.
category cars of Switzerland. Okay, the category is for individual car model produced, you know, Monteverdi vehicle. نمیدونم در هر صورت حالا من اینم به عنوان مثال زدم. خیلی چیزای دیگه هست که نداریم نباید بریم دنبالش. بذار دیگران بسازن. همین ماجرای موشک، آقا فلانی ساخته ما میخوایم بسازیم. میخوایم گنده ترش هم بسازیم، میخوایم فلان. پدر مردم در اومده. حالا شما هی موشک رو نشون بده، روش هم بنویسی نمیدونم سردار فلانی، هی بزن. طرف با آب و تاب تعریف میکنه، میگه آقا این موشکایی که داده به لبنان به حزب الله پرت کردن به اسرائیل، میخواسته گنبد آهنین اسرائیل رو امتحان کنه تا ببینه این موشک‌ها خوبه بعدن بزنه یا نه. آخه چه فایده ای داره این برنامه ها؟ اینا اگر با مسالمت، با تشویق، با صحبت‌های خوب، شما نگاه کن الان مثلا ما همه گیر دادیم به تلویزیون ایران اینترنشنال، میگیمش سعودی اینترنشنال. خب آقا چرا تو ایران نمیذارن مردم برنامه اجرا کنن؟ این آقای شاهین 2000 ما عاشق این کاره. پشن شما میدونی چیه؟ پشن از لاف بالاتره، از عشق بالاتره. این پشن این کار رو داره. خب آقا بذار به جای 4 تا عقب افتاده اون کی رامبد جوان و اینها که نمیدونم این بازی های لوس و شوهای لوس و بیمزه و اینها رو اجرا میکنن، 4 نفر مثل این برن تو ایران تلویزیون شخصی خودشون رو بزنن. چرا فلان روغن فقط باید تبلیغش تو تلویزیونه؟ چرا اصلا تلویزیون باید دولتی باشه؟ میدونید اینا وقت تلویزیون برای بودجهش باید دعوا کنه با مردم. مردم میگن آقا ما نمیخوایم شما بودجه بذاری اینقدر برای تلویزیون. تلویزیونی که این ورش پشم شیشه نشون میده، پشم سفید، اون ورش پشم سیاه نشون میده. خب مردم رفتن سراغ ترکیه، فیلمای ترکی. اون وقت اومد چیکار کرد؟ فکر کرد زرنگه. یه مش سریال ایرانی ساخت. حالا چی بهش میگن؟ میگن فیلم‌های خونگی. و همونام ببین چه چیزایی میگه درباره فیلم. 2 تا فیلم من دیدم. من یه آقای رضا عطاران خیلی فیلماش و کاراش خوشم میومد، دوست داشتم. حتی یه چیزیش بود که طبقه خاص راجع به قبرای 2 طبقه و 3 طبقه بود که گویا زنش رو دفن کرده بودن و قرار بوده بعدن که این میمیره روی اون بشه. این رفته بود خارج و برگشته بود، یه نفر این چیز قلابی فروخته بود، یه مردی رو زنش دفن شده بود. بعد میگفت چجوری شما میتونی بخوابی وقتی امشب یه مرد رو زنت خوابیده. طبقه خاص، این فیلم اگه ندیدید ببینید. ولی یه فیلمی 2-3 روز گذشته دیدم، کولومبوس، و همین کولومبوس اوهایو. این هم یه آقایی هست که توی فیلم ها نقش خوب بازی میکنه، نقش پلیس و اینا، کلانتری و اینا بازی میکرد. این ماجرای ایرانی هایی هست که به هر وسیله شده میخوان از ایران بیان بیرون، برن خارج. و توی اون ماجرا فیلم هم نباید خیلی قدیمی باشه، احتمالا مال 4-5 سال پیشه، همون موقع که ترامپ دستور داد که ایرانی ها و چند تا کشور دیگه نتونن بیان. حتما این فیلم رو ببینید، کولومبوس. شاهین جان اگه میتونی لینکشو بذاره اینجا برای دوستان. این آقا سعید از ما قهر کرده گویا، و آقای اکبری هم درگیر انتخابات بود. دیدم متاسفانه آقای اکبری هم قربون صدقه این پهلوان پنبه میره که رفته برای زنا شاخشونه کشیده، که من تعجب میکنم. خب چون تعجبم نداره، چون اونا آدم بودن نیومدن، ویلا 4 نفر میریختن رو سرش، میزدن خونین و زخمیش میکردن. اینا هم طرف دور ور میداشت تو خیابون میگفت که من 4 نفر رو میزنم. بهش گفتن آقا هی هر دفعه میگی اینا، کیو میزنی اینا؟ گفت وقتی بابام خونه نیست مادرم و 3 خواهرم رو میزنم، 4 نفر رو میزنم. خب اینا این آقای قهرمان نمیدونم کاراته بوکس مرده که اومده اونجا به زنه فوش میده، به زنه چی میکنه؟ 4 نفر دیوونه تر از اونم براش کف میزنه. ولی متاسف شدم موقعی دیدم آقای اکبری نوشته بود به به چه چه اینا، شادم من اشتباه میکنم، چون آدم وقتی این کامنت ها را میخونه متاسفانه بعض وقتا اشتباه میکنه. این ماجرای آخوندا و اینها، شما اگه تو اتاقای اون موقع چی بود پلتاک، حالا کلاب هاوس بری، متوجه میشی آقا طرف 4 ساعت وای میسه تو صف. به خدا وقتی من میرم دوستان میزنن که بیا بالا بشو سخنگو،
هی میزنم میکروفون میرم پایین، نه آقا من اومدم گوش بدم که فردا بتونم استفاده کنم، باز میگم. ولی تعجب میکنم 4 ساعت طرف وای میسه که بیاد 3 دقیقه حرف بزنه، هی هم بهش میگن جنبندی، میگه من که حرف نزدم، وقتم تموم نشده، برای که عاشق حرف زدنه. چرا؟ به این میگن خورده دانش. یه کمی یه خورده ای از یه چیزی میدونه، فکر میکنه همه چی رو میدونه، میخواد به دیگران هم بگه. حالا کاری هم نداره توی اتاق 1000 نفر باشن، 30 نفر باشن، 100 نفر باشن، و ما همه بیشتر سخنور هستیم تا شنونده. البته من بارها شده توی مهمونی ها طرف میگه تو تلویزیون خیلی حرف میزنی، اینجا ساکتی. میگم من اینجا چون بچه سوم بودم، همیشه باید می نشستم، اون دوتاش بزرگترم صحبت می کردن، یا بابام 3 تا بالاتر از ما، 4 تا مادر اونم بوده، صحبت می کردن، من شنونده خوبی بودم. بعدن که خواستم صحبت کنم دیدم نمیتونم هیچ جا صحبت کنم، اومدم تو تلویزیون و اونجا حرف می زنم، اینجا گوش می دم. خب اینم از این یوتیوب. آهان، درآمد یوتیوب از، بله، هفته های پیش از همین صحبت آقای فرهاد زمانی و ماجرایی که کیه این مصداقی 5 ساعت میشینه جلو تلویزیون و اینها نمیره، بعد گفتیم خب این لابد پول میده، روز 5 ساعت میخره، هر چی دلش بخواد میخره از بهبانی. دوستمون نوشته بود که نه، اگه نگاه کنید مثلا ویدیوهاش 12,000 تا 18,000 تا بیننده داره، اینا پول خوبی میسازن و این شده یه گنجی برای بهبانی. گفتم آقا اینجوری نیست دوستم، من به شما نشون میدم. این مثال صبح عکس گرفتم مال آخرین به اصطلاح ویدیو من که 1200 نفر دیدن، حالا بهتون نشون بدم اگه بتونم پیداش کنم. یوتیوب مانی، ببینید این برنامه رو که میگم الان این عکس اومد جلوی یکیش، اشکال همینه، مال این چیز جدیده. حالا دومی رو هم براتون نشون بدم، کپچر بگیم که select area، ببینید این از این، بله کامرای دور شما نگاه کنید، امیدوارم واضح باشه که شما بتونید ببینید. نگاه کنید دوستان، خب این کانال ما هست، از این بالا نوشته با اینها، بعد این تاریخ ویدیو هم اینجا هست، اینها 1200 نفر این ویدیو رو دیدن، بعد میاد میگه ساعتش هم اینقدر، 1200 نفر، نمیدونم 639.5 ساعت نگاه کردن، که خیلی خوبه، چون ویدیوها توی یوتیوب نقل 1 دقیقه 2 دقیقه نگاه میکنن، یعنی 1200 نفر باید 1200 تا 1 دقیقه تقسیم بر 60 کن میشه چقدر، 2 ساعت، 3 ساعت یا 20 ساعت نمیدونم، ولی 639.5 ساعت نگاه کردن. خدا پدر این چهارتارم بیامرزه، میگه 4 نفرم جدیدن آمدن سابسکرایب کردن، ممنونم ازشون. حالا دوستان نگاه کنید، نوشته your estimated revenue، یعنی تخمین میزنیم درآمد شما از این 1200 نفر $4.03. خب حالا شما بگو این 18,000 تا بشه، میشه 18 تا 3 تا 54 دلار. بعد تازه یه نکته رو شما دقت کنید، اینجا نوشته your estimated، تخمین، حدس و گمان ما. آقا تا میخواد بده دستش $30 هم بهش نمیدن، بعدم حالا $30 بده 5 ساعت نشسته اونجا برنامه گذاشته، این چه چیزی رو کاور میکنه؟ پول آب، برق، گاز، کولر. یکی از دوستان میگم من نمیدونم، هر وقت میگم آب و برق و گاز فوری گوزم دنبالش میاد. گفتم خب این همون دیگه خورد و خوراک و این چیزها بعد دنبالش میاد. ایرانی اکثر، ایرانی اکبر آقا بذار بینم، من نمیدونم، متوجه نیستم. آها آقای صوربی، اسم فیلم چی بود؟ کولومبوس، همین کولومبوس آهایا هست، نوشته کولومبوس هم مثل بوس آخری، کی ل میم ب واب سین، کولومبوس بنویس بزن، اگه اشتباه باشه بهت میگم. این یکی بود و یه فیلمی که از رضا عطاران دیدم و نتونستم 45 دقیقه واقعا زجر کشیدم، اسم فیلم بی خود و بی جهت بود. اولا این ایرانی ها مثل که دیوونه شدن، آقا تو وقتی داری اسم می‌نویسی یه صدایی مثل چکش نباید تو مغز بیننده اینجوری، یه صدای اینجوری، شما میدونی وقتی میخواستن یه کسی رو شکنجه بدن
یه قطره آب رو باز میکردن که این تق تق بریزه مثلا روی ظرفی، روی قوطی صدا بده. باور کنید 5-6 دقیقه این که میخواد اسم بنویسه یه چیز سیاه نشون میده. بذار ببینم اینه فیلم، بله بله، اون حاج آقا که پشتشه، اونم خیلی هنرپیشه خوبیه. یادم افتاد به گرجی بود، آقای گرجی. در هر صورت 4-5 دقیقه که این اسم بنویسه صفحه سیاه سیاهه و یه صدای اینجوری میاد. عمدن میزنم به بدنم که خودتون بعدا که فیلمو میبینید ببینید. آقا بعدم که فیلم شروع میشه 4-5 نفر توی جای کوچیک با هم حرف میزنن. خب میدونم میخوان حالا از گرفتار، ولی این رسم فیلم سازی نیست. تو رو خدا اینا رو نگاه کنید، نظرتون رو به من بگید، زنگ بزنید، پیام بذارید، با اسکایپ پیام بذارید، با فیسبوک مجانی پیام بذارید، نظرتون راجع به این فیلم ها بگید. و یه سوالی، من شنیدم این فیلم ها خیلی هاشون فیلم رو میسازن بعد 600-700 هزار دلار هم فروش نمیکنن. یکیش میگه خودش بلیط های خودش خریده داده به مردم مجانی بیان داخل که نشون بده تعداد بیننده ها زیاده. نشون میده آقا از ما دیوونه تر هم هست. حالا من و شاهین میشینیم فقط وقتمون رو تلف میکنیم، یه دوربینی هم خریدیم، یه میکروفونی هم وصل کردیم به خودمون، وقتمون هست و این پولای جزئی، ولی از ما دیوونه تر هم هست. اینا دیگه چرا این کارو میکنن؟ مثلا میخوان با 10 تا هنرپیشه زن باشن، فیلم درست میکنن و هیچ کس نمیبینه. این فیلم ها که الان مجانی هم. بله آقای سربی، پس تبلیغ های یوتیوب چی؟ گفتم که ببین یوتیوب، شما تماس بگیر با یوتیوب بگو من میخوام تبلیغ بذارم برای کانال خودت، حتی اون از تو پولی که میگیره خیلی بیشتر از این پولیه که به بهبهانی یا به من و به دیگران میده. و اون ایرانیایی که میان، اون آقا رو نگاه کردم. ضمناً اگه یه چیزی میخوای اینجوری بفرستی سعی کن اون استارتینگ تایم رو بلدی، اگه بلد نیستی بگو. میری اون پایین شیر رو میزنی، وقتی شیر میزنی بعد اون همون زمانی که وای میسه یک کلیک میکنی زمان میاد at the end of یوتیوب لینک یه تی میاد، اون وقتا مینوش تی مثل آیس فلان، این مثل ارتشیه، مثل آرمیه، مثل هواپیما وقتی میخوام موشک بفرستن بالا میگه تی ماینس 10، یعنی 10 ثانیه دیگه میره بالا، تایم ماینس 10، بعد میشماره به زیرو که رسید میره بالا. این تایم رو الان اونم بدش کردن، اون وقتا مینوش 1 ساعت و 50 دقیقه، حالا 1 ساعت و ضرب در دقیقه و ضرب در ثانیه میکنه، همه رو به دقیقه مینوشه. بذارید اینو من بهتون نشون بدم برای دوستان دیگه که میخوان این تبلیغ های یوتیوب. خب باید هم اینجوری باشه، قرض الحسنه که نیست که یوتیوب از فلان دکتر، از فلان هنرپیشه، از فلان سینما پول میگیره تبلیغاش رو پخش میکنه. اتفاقا یوتیوب به اونها ثابت کرد که شما مثل این نیست که پولتو بدی به روزنامه معلوم نباشه این روزنامه کسی دید یا نه. ما به شما ثابت میکنیم که طرف آگهی شما رو دیده. و همه اینا هم که چیه؟ الگوریتم دیگه میاد نشون میده و شماره و نمبر و کی چند ثانیه نگاه کرده، کی زده. تازه یادم باشه اگر طرف بلد شده باشه و آگهی ها رو اسکیپ کنه هیچ پولی به طرف نمیدن. یعنی 18000 نفری که دیدن، اگه اولا 18000 تا درست باشه، چون اون رو هم میخری یه پولی میدی، بیننده ویزیتور نمبر کلیک میزده، کلیک میزنه تق 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 تق. یادتونه یا شما سنت قبل نمیده، اولی که آمریکا آنلاین اومده بود AOL، شما میرفتی دستشویی میمدی قطع شده بود، برای که میپرسید هنوز اونجا هستی، یه کسا یه دستگاهی خریده بودن، این میگه هنوز اونجا هستی، میگه بله هستن، کلیک میکرد وای میساد. یه چیزی ساخته بودن کلیک میکرد ویزیتورا رو، کلیک میکرد بیننده ها رو که شماره ها بره بالا. یه دفعه خانم مسیح علی نجات بتونه یه شبه نشون بده 250000 نفر میخوان روسریشون رو بردارن. امروز یه نفر یه تفسیر خیلی قشنگی میکرد، میگه خانم ها گول این زنیکه رو نخورین، این داره با خون شما، با ببخشید فلان جای شما پول میسازه. این میدونه که شما رو میگیرن، میدونه که به شما تجاوز میکنن، ولی این کارا رو میکنه. شما هم ویدیو میفرستین، اونم هی میره نشون میده وایس آف امریکا بفرمون، فلانی اینترنشنال بفرمون، هی پول میگیره. شما بدبختا رو میگیرن، تجاوز بهتون میکنن، همه عمرتون چیز میشین که چی؟ او دلتون خوش اومدید ویدیو گرفتید برای کی؟ کار
مسیح علی نژاد رو بهتر کنید. هیچ کدومشون تا حالا به شما نمیگن اگه میخوان یه کاری انجام بدید مخفیانه برید بزنید پدر اینا رو در بیارید. اون روز برای آقای نیساری نوشتم آقا این چیه، آفرین به این پسر اصفهانی، بدبخت اومده نشسته جلو دوربین. یه آقای دیگه هم بود براش نوشتم آقا نکنید اینا رو پخش نکنید، اینا رو با دست خودتون ندین به این آخوندا. بعد طرف نوشت آقا این که نابالغ نیست، صغیر نیست که، خودش این کاری کرده. میگم آقا عصبانیه، طرف میخواد بره خودشو بکشه. شما اگه دوستت عصبانی بود، دعواش شده بود با برادرش، با خانواده‌اش، با زنش، گفت من میخوام خودمو بکشم، شما میبری میرسونیش یه جایی که دوا بخره بکشه، یا میبری دور میزنی بهش صحبت میکنی که آقا این کارو نکن. آخر گرفتن اون مرد رو. حتما دیدید یه پیرمرد که کچل بود، بدبخت ممکنه از منم جوانتر بود باشه چون بچه‌ش جوان بود، میلرزید اصلا حرف که میزد دستاش اینجوری میلرزید و میام آقای خامنه‌ای گوش کن من با تو هستم فلان، من تو ایرانم فلان، عکس دخترش هم پشت بدبخت میمد تا سرک میکشید. آخر گرفتنش، روزی که گرفتنش به اون دوستان نوشتم ممنونم از شما که شماها کمک کردین این بدبخت رو بگیرن. احمقا شماها مأمور آخوند هستید، مجانی براش کار میکنید که آقا اگه این یکی رو ندیدی از دست در رفته اینم اینجاست. آقای سربی پس تبلیغای اون خوندم، همه که مثل شما نیستن، برنامه گذار پروفشنال، تصویر و صدا پرفکت، کمال تشکر، خیلی ممنون. البته ما هنوز تصویر و صدامون یه اشکالی داره، شاید هم متوجه شده باشید. من الان نگاه کنید دستمو اگه اینجوری تکون بدم مثل سائقه، نه چیه، کهکشانه چی میگن، از فضا میاد، نباید اینجوری باشه. اگه فکرش بکنید شما، اگه ما تو این تلویزیون الان فوتبال نشون بدیم همه بازیکن‌ها هی میخورن به هم، معلوم نیست کی جدا یعنی برای کاری که من میکنم خوبه، ولی اشکال داره با تنظیم کنم، سینکرونایز یعنی صدا و تصویر همزمان. بعد این صدا هم فکر کنم بهش میگن لگنسی یعنی چیز نشه، اینجوری خودشو نکشه بمانه. دوستان شما میدونید سفته چیه؟ تو شیراز به سفته میگفتن سفته. من یادمه پدر من بیچاره همیشه بدهکار بود و یه پولی میداد، میگفت که اینو 4 روز دیگه ببر چون 9 روز هنوز وقت دارم. من پیش خودم میگفتم این پولی که دست منه، این باید بگه الان ببر چون ممکنه گم بشه، ممکنه یکی از ما بدوزه. ولی این میخواست اون مهلت رو استفاده کنه، به غلط یه چیزایی یاد ما دادن. شما کدوم کشور هستی؟ به غیر از ایران کدوم کشوری رو سراغ دارین که یه تیکه کاغذی رو دولت بین مردم بده بفروشه به جای پرامیسری نوت؟ پرامیسری نوت یعنی مثل قولنامه، اصلا کلمه پرامیس یعنی قول کردن، قول دادن. پرامیسری نوت من می‌نویسم، من سربی مثلا مدیر تلویزیون مردم، مجری برنامه تلویزیون مردم، به آقای مثلا شاهین 2000 بده کارم، اینو در تاریخ فلان میدم، اگر تو اون تاریخ پرداخت نکردم از این تاریخ روزانه اینقدر جرم این بیاد، اگه ندادم این میتونه بره دادگاه وکیل بگیره خرج کنه. تو یه قیمتایی هم اصلا لازم نیست وکیل بگیری، فقط میری 30-40 دلار میدی. ولی کجای دنیا شما دیدی که شما بری از بانک سفتر از بانک میخری؟ نه، از بانک بخری یه پولی هم بابت تمرش بدی بعد دولت بیاد دنباله این. اصلا یه چیزای من درآوردی، حالا این دوره شاه هم بوده ولی مینم هنوز هم هست، میگه والا تو تلویزیون ها فقط شهرام همایون راه پول در آورد. نه بابا، اون بدبختم وضعش، اونم 8 گروه 16 است. شما ببین چند تا زن عوض کرده، رفت خانم بدری همدیار رو گرفت. چرا؟ بدری همدیار شوهرش تصادف کرده بود، مرده بود، یه پول بیمه بهش داده بود، این فوری رفت دنبالش. حالا خانم دکتر عزیزی، من نمیدونم این چه خانواده‌ایه که آدم به همسرش بگه خانم دکتر شما تشریف بیارید اینجا، ببخشید اینو میگم، آ مثلا شبم میگه خانم دکتر عزیزی هم با ما هستن. حالا هم رفته دوربر این خانم، لابد یه پولی داره، خونه ای داشته، بعدم این قرصایی که میندازن به مردم. ولی با همه اینا هم چون سیستم اینا سیستم چاه کندن هست، چاه کن همیشه ته چاه. شما نگاه کن این آخر ماه که میشه جز میزنه که آقا باقی صندوق، باقی مونده صندوق غلط هم مینویسه، فارسی رو این ور مینویسه، انگلیسی رو این ور مینویسه، بعد اگر انگلیسی مینویسی همه رو انگلیسی مینویسی، اگر فارسی مینویسی عددم فارسی مینویسی، خلاصه 14000 خورده. بعد قربونت برم خانم فلانی 100 دلار دادی. من اتفاقا میخواستم اون قسمت ویدیوی
شهرام همایون این زیر بیارم پخش کنم که اون احمقی که گفته بود که خب کسی هم که بیننده نیست، احمق اینایی هم که اون اسمی نیست، اینا که پول نمیدن، چهار تاشو تو رو درواسی گیر میندازه، هی بالا و پایین میپره، هی اون بدبخت $50, $100, $50, $100 میده. آقا یه خانمی بود اینجا، خانم مقدسی، مرد رفت، این برادرش، حالا اون برادرم نمیدونم خدا میدونه تو فرانسه چیکار کرده بود، یه پولی فرستاده بود که دست خواهرش باشه که این بیاد اینجا. این خانم مقدسی اون موقع زنگ میزد به تلویزیون ها، $500 به این، $100 به اون. به خود من چندین بار گفت اگه پول میخوای من بهت بدم. من بهش گفتم من پول نمیخوام خانم. این جلالی درس میخونه، هم خودش هم دوست دخترش بده، به اون پول میده. مثل حسیبی که میخواست به من پول بده، گفتم نمیخوام، بده به بیبانی، گفت من به این مادر قوه نمیدونم استخونم نمیدم فلان اینا بمانه. یه عده اینجوری بودن. بعد این پسر برادره از فرانسه بدبخت خونه و زندگی و مغازه رو بسته بود، اومده بود اینجا، بعد هی به این گفته بود پول، این گفته بود با فلانی گستیشن خریدم، با فلانی تلویزیون شریکم، با فلانی فلان. معلوم شد آقا این احساساتی میشده. شب وقتی آقای چیچی صدر بود، آش همین آش و کاسه همین کاسه شعر میخوان، این $100 میفرستاد. اون آقای میبودی میمد میگفت فلانه $50 میفرستاد، اون میمد میگفت $500. پولای داداشه رو این به گا داده بود. اینا اینجوری هست. شما اسما رو دقت کن، از اول برنامه که میگه یه کاغذ بردار، 4-5 نفرن. خانم رخسان، بابا رخسانا گنجی، این کجاش رخسانه آقای شهرام مایو، رخسانا گنجی. اون موقع پوز میدادن که اسمامون خارجیه، حالا به زور میخوان بیان بکنن شو حلق مردم که اسم ما ایرانیه، تازه ایرانی اصیل هم هست. خب رخسان گنجی یه پول باد آورده ایره، باباش اینجا $130,000 از چیز میگرفت، از CIA ماهیانه میداد به فرخزاد و به این و اون، اون رادیوه. بعدم رفت دولت ایرانو سو کرد، شکایت کرد، یه پول یا مفتی هم از اونجا دوام. این پول یا مفت، پول باد آورده رو باد میبره، ولی اونم همینه. نگاه کنی فکر نمی کنم زندگی آنچنانی داشته باشه، مگر اینکه مثلا خانم دکتر عزیزی یه خونه ای داشته باشه، اینم باباش یه پولی آورده باشه، این تو اون خونه زندگی کنه. نه اصلا نمیدونم. خب از همه کشور مثل ایران نبود که حکومت در زمان شاه فقیر نداشتیم، فقیر داشتیم، آنها اشنوش خوشگذرانی و بی فکر ملت ایران نبودن. شما کاملا درست می میگه آقای صوبی استیکر چی هست؟ همایون تو یوتیوب میفروشه. والا ببین شما وقتی وارد این چیزا میشی، دیدی حتی کلاب پلاتینوم هست. شما این برنامه فیسبوک رو من میتونم بنویسم ساعت 2 شروع میشه، بعد میگه حالا میخوای پولیش کنی؟ میگم مثلا بله. میگه چند بدن؟ میتونم بگم 50 سنت بده. یه دو بار خواستم امتحان کنم، یادم افتاد به این زیا آتابای، بدبخت رفت یه مشت باکسای تلویزیون خرید که کارت باد میزدن توش، بعد همه رفتن تقلب کردن. اون کسی که میمد وصل میکرد میگفت اگه میخوای پولم ندی به تلویزیون NI TV بود چی بود، من برات درستش میکنم. اینا جز اون چیزایی هست که من اصلا نمیخوام برم. شما اگه یادت باشه ما صفحه اصلیمونم مردم تیوی یه آگهی هایی میومد، آقا هر از 2-3 روزی گوگل میگه این جاش تنگ، بزرگش کن، جاش بزرگه، بغلش فلانه. گفتم آقا نخواستیم، اصلا اون ادسنس رو برداشتیم. و این پول لروردن تو آمریکا درسته که لند آف اپورچونیتی و خیلی آسونه، از یه طرف هم خیلی مشکله. خود اینا میگن دلار یه دلاری زیر پای فیله، یعنی شما باید این شونت رو بذاری پای فیل رو بلند کنی، این یه دلاری رو بکشی. حالا اگه همون موقع فیله یه دفعه عدسه کرد، پاش اومد رو شونه تو و پل دست تو، اینا دیگه داغون شدی. و اینجوریه واقعا. خب خیلی ممنون. آره اون استیکه خوب سوژه ای دادی آه سرگاری چی دوباره هفته دیگه میخوای به اینا بند کنی. همین یکی از سوژه گرفتن ها این ماجرایی که شما تلویزیون نگاه کنی، یه قلم کاغذ هم وردار تلویزیون نگاه کن و این چیزایی رو که میگن. آقا من یه دیروز رفتم راه برم، گفتم خب کتاب گویا گوش کنم، یک کتاب فکر کنم آقای صادق چوبک نویسنده خوبی، یک کتابی بود به نام دوست، دیدم 30 چند دقیقه 40 دقیقه است، گفتم خب این خوبه. این اولا به من نشون میده کی رفتم. دوستان وقتی میرین راه میرین برای خودتون تایم بذارید که مثلا اگه میخواین 1 ساعت راه برید، نیم ساعت بذارید، سر نیم ساعت برگردید که بعد خستتون نشه، گرما زده نشید اینا. من گفتم 38 دقیقه برم
38 دقیقه برگردم و همین جورم شد. فکر میکردم میرم تا فلان جا، دیدم نه نمیشه، گرم و اینا بود، برگشتم اومد. یک این کتاب رو اگه میخوای لینکشو بذار، کتاب به نام دوست، یه داستان مال سربازی و اینها هست، نوشته بود و میگفت اینها. من میخوام براتون بگم که وقتی ایرانی یک نویسنده با به اصطلاح این شهرت و اینها هم میاد یه داستانی می‌نویسه، اولا شما وقتی سالش رو میگی، ماجرای سربازی رو میگی، حقوق 7010 رو میگی، حقوق نمیدونم 4 تومن رو میگی، 40 تومن رو میگی، اینا یه دفعه میگی. اسم پسره هم میگفت فریدون، رفته بود فرانسه یه زنی گرفته بود، حالا کراواتش رو گفته بودن تو سربازی بمال تو پایین چی میگن کف آسایشگاه رو تمیز کن، و میگفت این کراوات رو همسرش براش 1000 فرانک خریده. همون موقع من یاد شاهین و کراوات افتاده. آخه بی انصاف، 1000 فرانک اون سالی که بعد به مثلا ستوان میگفت سرکار ستوان، تو فیلم هم دیدین میگه گروبان بیا اینجا استو، آقا هیچ که به گروبان نمیگه گروبان، میگه سرکار. هیچ که به استوار نمیگه استوار، میگه سرکار تشریف بیاد اینجا، مثلا بیا اینجا. به ستوانا از ستوان 2-1 سروان تمام همه میگفتن جناب سروان. بعدم که این ستوان سوتیا اومده بود که 5 تا چیز داشت، کسایی بودن که ارتش رفته بودن 9 و 10 بودن، بعد تو ارتش دیپلم گرفته بودن، اینا دانشکده افسری نرفته بودن، بهشون درجه رو میدادن، میشدن ستوان سوتی بهشون میگفتن. هیچ کس صداشون نمیزد سرکار ستوان، به همون هم میگفتن جناب سروان. خب یه شاعر، یه نویسنده باید اینا رو تحقیق کنه، بنویسه. آخه بی انصاف، دانشجو رفت یه دختر فرانسوی گرفت، دختر فرانسوی کادو برای این خرید 1000 فرانک، بعدم ازدواج کرد اومد ایران، حالا این آقا اومده سربازی، پولم داده که زودتر بیاد سربازی که تکلیفش معلوم بشه بره سر کار. داستان قشنگه. از همون موقعی که راه میرفتم من فکر کردم که این آخرش چه اتفاقی میفته. بعد این کتاب گویا، تازه حالا من فهمیدم چرا آقای اکبری میگفت فلان، بعضی هاشون هی میخوان ادای اون رو در بیارن، میخواد 4 تا نقش بازی کنه، خراب میکنه، یادش میره، بعد شما یادت نیست که این داره جای کدومش. آقا جای خودش که نوشته، مثلا امیر ارسلان اینو گفت، نمیدونم زلیخا اونو گفت، حرف بزن. بعد یه خانمی کتابه رو میخونه به جای آقا. خب من نمیدونم شما یه نفر نداشتین تو این کتاب گویا که یه آقای کتاب آقا رو بخونه، داستان آقا، اسمش هم نمیدونم چی بود، چون یکیش فریدون بود، یکیش کریم بود، اون یکی اصلا تا آخرش هم اسمش نبود. خب از همه کشور این برم ببخشی، این میپره بالا، من متوجه نمیشم کجا هستیم، یک لحظه. آره، اون استیکر خریدن و نمیدونم شما ممبرشیپ و اینا، خب یه چیزایی هست که وقتی شما واردش میشی تو اون قسمت پولی، هی برات میگه حالا میخوای این کار رو انجام بدی، از این راه هم تو میتونی پول بسازی. از اون طرف هم هی به خودت میگه حالا میخوای تبلیغ کنی، شما الان فیسبوک تا یه چی میذاری میگه میخوای بوستش کنی، بوست اینه که $10 بده. تا یه دم من برای آقای انصاری این کار کردم، آقای انصاری گفت آقا دستم به دامنت، یه مشتی از مالزی و فلان و اینا که اصلا نه زبان ما نه خط ما، اینا اومدن ویزیتور شدن، یعنی اون فقط میخواد به شما شماره بفروشه، گول اینا رو نخورید. بله، خوشم اومد. 2-3 نفر هستن وقتی میگه سابسکرایب کنید یا عضو بشین، یا به شما فوش میدن یا بهتون نفرین میکنن. دیدم اون روز آقای شهرام همایون نفرین میکرد که فلان بشید فلان بشید اگر سابسکرایب نکنید. من حالا بهتون چی بگم، چه نفرینی بکنم، واقعا چه نفرینی بده. میگن یه نفر اومده بود به مادرش گفته بود که بیزنی بدتره یا بیپولی، بهش گفته بود هنوز شاش تندت نگرفته که بفهمی از همه چیز اون بدتره. حالا بهتون بگم چی، انشالله شاشبند بشید اگر خب برید همه الان اگر روی یوتیوب دارید میبینید، یعنی 2-3 ساعت دیگه این چیز کنید. شاهین زحمت کشید این مرگ ناگهانی از بیداد شدن ناگهانی رو برای ما به صورت ویدیو با صدای خودش در آورد، من گذاشتم پخشش میکنم و روی
یوتیوب، نه روی یوتیوب نذاشتم، همون بین ویدیوهای خودمون روی مردم تیوی. دوستان لطف کنید برنامه ما رو از مردمتیوی.com یا از اون تویچ ببینید. حالا بهتونم نشون میدم این مردمتیوی.com و تویچ چی هست. بذارید یه لحظه بیاریم این مردمتیوی.com که میاد اینه. اجازه بدید من کل صفحه رو به شما نشون بدم که همه گفت چی؟ هستی از اوز. این خدا هم میشه همچین چیزی، یه چیزی باشه همه چی از اون، حساب کتاب همه رو داشته باشه. ما حساب کتاب دو تا دوست رو نمیتونیم نگه بداریم، حساب دو تا اکانت خودمون نمیتونیم نگه داریم، چپ و راست جریمه میشیم. خب این صفحه منه، میام اینجا میزنم میرم مردم تیوی. خب مردم تیوی که باز میشه دوستان، ببینید وقتی میاد، حالا چون دارم نشون میدم، خب 7 نفر نوشته اینجا دارن تماشا میکنن، ممنونم. ببین درست ما میگیم ما 7 تا بیننده داریم، 7 نفر. نگاه کنید، اولا صدا نداره، اینجا که میزنی صداش در میاد. این اون تأخیری که من به شما گفتم. ببینید من کی گفتم اینجا صدا نداره، ولی اینجا که زدیم چند ثانیه نیست، باورتون میشه این 25 هزارم ثانیه است، ولی اینقدر به نظر آدم طولانی میگذره. اینه که میگه وقتی که منتظر عاشق و معشوق اینا هست، میگه هر دقیقه به 200 سال گذشت. تلویزیون مردم حسنش اینه، شما وقتی میای اینجا تلفن ما این بالاست، ایمیلمون اینجاست، اگر یه وقت خدایی نکرده زبونم لار خواستید حمایت کنید، اینو میزنی کلیک میکنی همیاری یا دونیت، میبرته تو اون صفحه پیپل و میتونی کمک کنی. حالا اینجا صفحه اول روزنامه‌های ایران از طریق پیشخوان براتون پخش میشه. اینجا شبکه‌های تلویزیون ایرانی رو میتونید ببینید. آگهی خودتونم میتونید اینجا با روزی $3 به اصطلاح بذارید اینجا، و اینجا هم تمام ویدیوهای من موجود هست. ببینید این آقا شاهین هم اینجاست. این تمام ویدیوها، هر وقت بیکاری بشین نگاه کن. نمیدونم نوشته چند تا ویدیو، بذارید ببینم. یه جایی نوشته بود که خلاصه چندین هزار ساعت شما میتونید ویدیو تماشا کنید. حالا این باز صفحه مردم تیوی و این تویچ، این پایین سمت راست نوشته تویچ. تویچ که میای ببین دوباره همین مردم تیویه. اون وقت اینجا یه پروگرام دیگه است که شما میتونی این کنارم چی بنویسی، ولی من اون موقع نمیتونم بخونم مثل فیسبوک. خب اینم پس برای امروزمون بسه. معلم خوب اونیه که درس زیاد نده، و شاگرد خوب اونیه که وقتی معلم داره درس میده این سرشو مثل بز نندازه پایین بنویسه. من اگر از سر کلاسی که درس میدادم، چه حساب فنی، درس فنی، رسم فنی، یکی از سرشو مینداخت پایین، کاغذش ازش میگرفتم، خودکارش ازش میگرفتم، میگفتم بذار اونجا دست نزن، فقط شما اینجا نگاه کن. بعد یه وقتی میدی که یادداشت بردارن یا سوال کنن. اینی که مینوش از بالا تا پایین دیدید، حتما تو سخنرانی ها مثلا یه دکتری رو دعوت کردن راجع به رابطه زناشویی صحبت کنه، ببینی خانمه یا آقایی یه کتابی آورده هرچی این میگه مینویسه. خب بدبخت همین جوری درس خوندی که رابطه زناشوییت هم بده، نمیتونی چیز کنی. این داره حرف میزنه، لازم نیست تو بنویسی. اگه میخواست تو بنویسی به صورت دفتر بهت میداد، میگفت برو اینو بخون بعد برای خودت بنویس. ولی وقتی یه نفر حرف میزنه شما باید شنونده خوبی باشی، بعد تو اون ساعت پرسش و پاسخ سوال کنی، جواب بشنوی، بعد بری یه بار حالا اگر برنامه تلویزیونی گوش بدی، اگه چیزی بود بنویسی، یادداشت برداری برای خودت. که بله سوربی اینجا گفت با یوتیوب شما میتونی برنامه رو پولی پخش کنی، میتونی استیکر بذاری، میتونی نمیدونم چیز بذاری. این مثل اینجا وقتی میری بار، اگه مثلا یه آبجوی بهت دادن تا یه دفعه $10 تیپ دادی، طرف یه زنگی بالاشه مثل زنگ زورخونه اینجوری میزنه، همین زنگی که تو کشتی هم هست بعضی وقتا میزنه برات. این آقای همایون واقعا بیزنسمن خوبیه. حالا این بدبخت هی میخواد ادعا کنه که ژورنالیست خوبیه. نه آقا، شما ژورنالیست خوبی نیستی. از ژورنالیستی به کجا رسیدی؟
رسیدی به اینجا که آره باید هی $1 $1 $5 $5 حالا یه روز برو تو یوتیوبش ببین چند میخوان که استیکر بخری، ولی ماجرا به اینجا ختم نمیشه. وقتی استیکر خریدی اسم و مشخصاتت رفت، اون وقت اون جلو مینویسه شاهین 2000، بعدم هی آقای همایون یه لپتاپ این وره، یه کال تلفن این وره، یه خط مخصوص برای عالی حضرت نمیدونم خانم عزیزی این وره، هی میخونه. میگم خود آقای شهرام همایون حالا میخواست خیلی به آقای معیدی لطف داشته باشه، گوه آقای معیدی وقتی من دارم برنامه اجرا میکنم با مهمانا تو گوشم دارم به شما گوش میدم. ببین عجب عجب آدم احمقی هستی آقای شهرام همایون، این چه حرفیه که من به یه نفر بگم که آقا وقتی شما اینجا بودی من گوشم یه جای دیگه بود. بله. هرگز حضور حاضر غایب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. جولیانی معلق شد. یکی یکی وکلای ترامپ دارن معلق و کله پا میشن، معلق هم آمریکایی میگن سسپند، و این جولیانی بدبخت یه آبروی برای خودش کسب کرده بود، کسی که از سال 1969 یعنی 31 سال تا 2021 سال هم اینجا 52 سال پیش این وکالت رو تموم کرده و مدرک گرفته و اجازه گرفته. بعد حالا دیشب مسخرش میکردن اینجا، میگفتن حالا به جای این که توی بار باشه پشت بار، این میله های زندان رو میگن بار، و اون وکیل دیگرش هم مایکل کوهن میگفت بهت گفتم جولیانی که فوری خودتو از این اتوبوس ترامپ بیار بیرون و الا ترامپ همتونو میندازه زیر اتوبوس که خودش جون سالم به در ببره. دوستان ایرانی کمدان احساساتی که هنوز ممکنه فکر کنید ترامپ یه احمق، امروز نشود اگه ترامپ بود کلک آخوندها تا حالا کنده شده، میگه آخه پوفیوز این 4 سال بود چه گویی خورد که حالا 4 سال دیگه هم باشه. بمانم خانواده ترامپ، این دخترش که اونم یک شالاتانی از این بدتر، داماد عقب افتادهش ورشکستهش، اینا دارن دوری میگزینند از ترامپ. They try to stay away from him. خودشون رو میکشن اون ور، من نبودم این بود. اون وقت شما هنوز مینویسید ترامپ آگست میخواد بیاد. ترامپ همین امروز هم باز پرونده های دیگرش رو یکی پس از دیگری، یکی از پس، حتی یه بادیگارد داره به نام اسمی خوراکی هم هست، اون رو هم به اصطلاح دادستان و سون و لده، یعنی دیر یا زود اینا یکی یکی برای که خودشون زندان نیفتن میرن به دادستان. دادستان هم دادستانه دیگه، میگن که آقا ما با تو همکاری میکنیم، چیزایی رو که میدونیم میگیم، ولی به ما مثلا زندان نده یا به ما زندان کم بده. از این ماجرا تا دلت بخواد تو آمریکا هست. فیلم بی خود و بی جهت، اون رو هم اگه وقت داشتید نگاه کنید، من نتونستم بیشتر از 44 دقیقه نگاه کنم و به نظر من فیلم خیلی بدی بود. حتی اگه بعدش بخواد خوب بشه قرار نیست که ما یه نفر با زنجیر رو صندلی ببندیم که بله آخر این فیلم خوبه. فیلم باید از اولش انقدر گیرا باشه که بیننده رو جلب و جذب خودش کنه. عده‌ای از هموطنان هنوز امید به بازگشت ترامپ دارن. آقای اکبری من پشت سرت بد گفتم و غیبت کردم، حالا نمیدونم، همین الان باز بهت میگم، گفتم من تعجب کردم که آقای اکبری از این افرادی که به اصطلاح شعبان جعفری های آمریکا شدن و میرن به زن و بچه مردم، به افراد توهین میکنن، دفاع کرده بود. بعدم بلافاصله گفتم شایدم من اشتباه خوندم، چون آدم انقدر کامنتار میخونه و اینا، من بیشتر وقتا دارم تو واشنگتن کار میکنم یا میرم و میام، از روی این هم چی کشیدم سیمش کنده شد، از روی این نگاه میکنم خودم هم بعض وقتا نمیفهمم یکی برای من نوشته برای دیگری نوشته و اینا. در اصل من تعجب کردم که شما تشویق، یعنی خوشحال باشی که یک آقایی که اسم خودش رو ورزشکار گذاشته، اونم کشوری که تختی رو داشته، حالا این آقا بیاد اینجوری. الان میدونی که لقبش رو بهش دادن شعبان بیمخ دهنگشاد، میدونی یه آقای هست دهنگشاد بسیجی، حالا این بهش گفتن شعبان بیمخ دهنگشاد. طرفدارای شعبان بیمخ اعتراض کردن که آقا شعبان بیمخ هیچ وقت دست رو زن بلند نمی کرده، یک احترام خاصی داشته و اینها.
بله داشتم گوش میکردم، سوء تفاهم بود از طرف من یا شما به اشتباه از طرف دفاع کردی، بعدن دیدی که من تنها نیستم. من اونجا هیچی هم ننوشتم، گفتم حتی شو ببین اینه، شما حتی حق داری از اون دفاع کنی یا از اون خوشت بیاد، ولی بعضی وقتا من بهتون گفتم شما ممکنه با یه نفر تو ماشین باشی، با دوست سوربی میاد آلمان، ماشین کرایه‌ای داره، میگه آقا ماشین تو ول کن، با این ماشین بیا بریم مثلا ویسبادن. بعد سوربیه دوستته، ولی سوربی اشتباه میکنه، تو خطر، تو قرمز میره، چرا شیرازی ها به چراغ قرمز میگن خطر، تو خطر میره میزنه به دوچرخ سوار آلمانی، دوچرخ سوار آلمانیه که میفته، این بدبخت بلند میشه اینجوری، سوربی میره پایین شروع میکنه اینو با مشت و لگد زدن که آه نمیدونم اش خورچی چی میگفتی آشلاخ مگه کوری فلانی بیست آر. بعد شما که دوست منی میای یقه منو میگیری میگه آخه مرد حسابی، من تا امروز فکر میکردم تو آدمی، تقصیر توه. بعدم این آقای نه به تو فوش داد نه چیز کرد، بلند شده داره دست پای خودش. ببین اینجوریه که ما بعض وقتا وظیفه خودمون هست که به دوستامون بگیم که آقا یعنی این فکر کنم تو آمریکا هم بود، چون تو کالیفرنیا هم اسکی رفته بود، انقدر از این آشغالا همه جا بودن، اولا اینا حماقت کردن با حرفای دروغی که زدن به مردم، گفتن بعضی از اینا میان به خاطر اینکه میخوان برن ایران و بیان مهر داشته باشن، بعضی هم که نمیخواستن رأی بدن گفتن اه نکنه حالا فردا واقعا جمهوری اسلامی بگه آقا مهر انتخابات تو نمیدونم پاسپورتت نیست، تو کارت ملیت نیست، رفتن رأی دادن. اینا اشتباه کردن، اینا با نه به رأی، رأی به رأی نمیدونم فلان، باعث شدن دولت جمهوری اسلامی الان یک دست بیفته دست اصولگراها. دوستان این کلمه اصولگرا حرف بیخودیه، تندروهای مذهبی هستن، اصولگرا نداریم. چه اصولی؟ شما قانون کانستیتوشن یا قانون اساسی خودتون رو اجرا نمی کنید. مگه ما از قانون اساسی چیزی اصولی تر داریم؟ من امروز قرار بود با آقای ابوالفضل بهشتی باشم، این بنده خدا یه وقت کار داشت، من یه وقت کار داشتم، نتونستیم با هم تنظیمش کنیم که ایشون بیاد یه مقداری راجع به انتخابات و اینها صحبت کنه. و اجازه بدید که آقای داوود خسروآبادی، این داوود خسروآبادی چند روز پیش توی خیلی ممنون داره گوش میدیم اسکه، نه این ایرانیان مقیم اروپا و استرالیا هست، مرسی. آقای داوود خسروآبادی حتما شاهین هم یادشه، توی رادیو نیما که شاهین پرسید چرا اینا به رادیو میگن رادیو ولی تلویزیونه، گفتم برای که ما ملت گوزپیچی هستیم. البته از شوخی که بگذریم، برای که چیزها عوض شد. این مثل آدم ها هست که خدا اینو که ساخته نمیدونست زن میخواد بسازه، مرد میخواد بسازه، حالا ترانسجندر داریم و فلان. نه این رادیو تلویزیون روزنامه اینا دستخوش این تغییرات شد. روزنامه‌ن میاد توی وبسایت میگه خب این گوشه رو که دارم من یه ویدیو هم میذارم، یکی هم بخونه، یکی هم فلان کنه اینا. این دیگه قرن 21 به نظر من رادیو تلویزیون نشریه اینا رو با ول کنیم و بگیم مدیا، رسانه. این یه رسانه است، حالا گاهی وقتا ممکن نوشتاری باشه، گاهی وقتا عکسی باشه، گاهی وقتا فقط صدا باشه، صدا یا تصویر یا نوشتاری. در اصل ممنون و متشکرم آقای اکبری، راجع به دو تا فیلم صحبت کردم و از شما خواهش میکنم که اگر رفتی دیدی نظرتو درباره این دو تا فیلم بگو. یکیش به اسم کلمبوس که ماجرای ایرانی ها هست که به چزار کلک و نمیدونم میخوان از ایران خارج بشن، حتی کلک سر فامیل خودشون میزنن. اگه ندیدی ببین و نظرتو بگو، اگرم دیدی نظرتو بگو، فیلم بسیار قشنگی بود. و یکی دیگهش فیلم بی خود و بی جهت که اونم توضیح دادم 44 دقیقه من نگاه کردم، هی امیدوار بودم الان خوب بشه، الان خوب بشه، الان خوب بشه، امید من به باد رفت، نتونستم نگاه کنم، تحملم تاق شد. و اگه شما نگاه کردید بیان صحبت کنید. آقای سید محمد خاتمی معاون اول رئیس جمهور، این حالا خاتمی ها زیادن، این همون سید خندان خودمونه. یادم میاد سالها پیش وقتی اومد اینجا برای من ایمیل فرستاده بودن که مستر سوربی شما میتونی بیای، این میاد توی کلیسای بزرگ اینجا صحبت کنه، شما میتونی بیای. من تماس گرفتم، یه خانمی جواب داد، برای این کانال خانمی میذارم. بعد گفتم که ما بیایم برای چی؟
خب این صحبت‌هاش میتونیم 2 ساعت بعد گوش بدیم دیگه. چرا $40 بدیم پارکینگ و بیایم تو واشنگتن و اینا؟ میشه سوال کنیم؟ گفت بله، شما سوالاتتون رو بنویسید، همه سوالا رو می‌ریزیم توی قوطی، اونجا مسئول گفتن نه 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 نه، سوال این حرف داره در جمع میزنه، من دستم بلند میکنم میام جلو میکروفون وای میستم منم سوالم میکنم. موقعی بود که میخواستم میگم مرد ناحسابی، تو به دانشجو میگی اگه شلوغ کنی من از اینجا میندازمت بیرون. شاه به اون شاهیش همچی گوی نخورد. الان این محمد خاتمی همون محمد خاتمیه که رئیس جمهور باشه، و بعضی وقتا هست این رئیس جمهورا در پشت صحنه به رئیس جمهورای بعدی مشورت و اینا میدن، ولی نمیاد بشه معاونش اینا، اصلا کسر شأنه. امروز دیدم یه خانمی، برید دوستان این کلاب هاوس گوش کنید، اینایی که میخوان خودشون نباشن و خیلی تیتیش مامانی حرف بزنن چه چیزهایی رو غلط میگن. به جای ابا میگن ابا، به جای توسعه میگن توصیه، به جای توصیه میگن توسعه. بعد این خانمه میخواست بگه فلانی در شأن من نیست که باهاش صحبت کنم، میگفت من در حد اون نیستم یه چیزی. خواستم میگم خب خانم اینجوری که خود تو داری میاری پایین. خلاصه بهترین کار اینه که خودمون باشیم، خودتون باشید. و شاهین تو اعصاب من خورد کردی. شاهین به من گفت آقا این تلویزیون های دیگه چرا میگن ما و تیممون؟ یکیش امین فردین، من به همراه تیمم. آقا تو یه خونه نداری، نشستی اون پشت، نور آفتاب آلمان مال کارخونه داره میزنه، پدر چش بیننده رو در میاره، من به همراه تیمم. یه مدتی گرین اسکرین گذاشته بود، یه عکس قشنگ گذاشته بود، ولی حالا نمیدونه. خلاصه با اون چیزای دروغی که مینویسن، نمیدونم دوست دختر امین فردین، حالا ببان، ایشون به همراه تیمش. آقا اون ماجرایی بود تو شیراز خیلی معروف بود، میگفتن طرف هر وقت میخواد بره میگه خب دیگه ما رفتیم. ازش میپرسن آقا تو ما کیه؟ میگه خب خودم و سایم فلانم و فلانم، میشیم 4 نفر. اینا اینجوری هن. من یادمه این آقای زاکری خب خیلی حرومزاده بود، این مأمور اطلاعاتی ایران بود، میگفت شوهر نمیدونم دختر برادر رفسنجانیه، یه پولای کش رفته بود در رفته بود اومده بود که بعدم برید ببینید به چه وضع بدی، بچهش تو کانادا زندان و این چیزا، که به من التماس میکرد میگه آقای سوربی من اصلا زندگیمو باختم و فلان و بیسار و اینا بمانم. این یه دفعه به من زنگ زده بود، رفته بود رو پیامگیر، بعد میگه آقای سوربی اگه میخوای من اینجا بگم یه نفر یه خانم ایرانی با یه صدای خیلی خوشگلی پیام بذاره که مردم. گفتم نه آقا ببخشید، مگه اینجا جندو خونن؟ ما میخوایم مشتری جمع کنیم. هر کی زنگ زد میخواد با من حرف بزنه یا با کسی دیگه حرفشو میزنه. اینا اینجوری به شاهین نوشتم آقا این کارو نکنی، یا نمیدونم من و گروه هم و فلانم. همین قشنگه که میای میشینی تو پارک، اون پسرم که اون پشت داره جیغ میزنه صداش میاد. ماجرای پارک رفتن ما رو میدونی، تو آلمان رفتیم پارک ما با 2 تا بچه و همسر و اینا. خب ساندویچ درست میکردیم میرفتیم، از توی آپارتمان بیان بیرون 1-2 ساعت مخصوصا اگه آفتاب بود، میگفتیم خب آفتاب شده به رسم شیراز آفتاب بود. ما که همون اولی که رفتیم زبان بلد نبودیم که. یه پسر دیدیم آلمانی رفت روی این چیزا، هست بهش میگن اینجا میگن مانکی بار، یعنی بار نمیدونم آلمانی چی میگن، برای میمونا بازی میکنن، رفت بازی کرد و اینا. بعد دیدیم که حالا پاشونو میکنن اون بالا برمیگردن از این وری میان اینا، ما میشستیم چی خوردن. بعد دیدیم یکی هی داد میزنه، اصلا ما نمیفهمیدیم این چی میگه. حالا نگو این داشته میگفته هیلفه هیلفه هلپ هلپ به کمک کمک، ما میشستیم ساندویچ میخوریم. اینی که بعضیا میگن آلمانیان نجات پرستن، یه خانمی اومد اینو گرفت آورد پایین و یه نگاهی هم به ما کرد، ولی باز به خودش اجازه نداد که به ما بگه چرا به این کمک نکردیم. و من این همیشه این خاطره یادمه، برای اونایی که تو آلمان مثلا میرفتیم یه جایی، بعدن که دیگه 2 تا کلمه انگلیسی آلمانی یاد گرفته بودیم، طرف میگفت آقا این آلمانیان نجات پرستن. میگفتم چرا؟ میگفت من تو پارک نشسته بودم رو میز، یه پیرمردی اومد با عصای زد به پام، رو صندلی ببخشید رو. گفتم خب صندلی چجوری بود؟ گفت صندلی های پارک. گفتم جای چند نفر داشت؟ گفت جای 3 نفر. گفتم شما چجوری نشسته بودی؟ گفت نشسته بودم پام دراز کرده بودم رو صندلی. گفتم خب درست میگه، به غیر از اینکه تازه اگه نشسته بودی مثل آدم، باید وقتی این میاد با عصا بلند شی اگه میخواد کمکش کنی بشینه. تو ایران بابا ما یاد میدادن تو اتوبوس واحد، تو اتوبوس معمولی اگه پیرزنی پیرمردی اومد شما بلند شو، پدر جون مادر جون شما بی بشین. ببخش. خب میاریم آقا اکبری، شما نظرت درباره اینایی که رفتن شعار اوکی ها،
با صدای بلندم شعار بدی اوکی، ولی اینایی که رفتن حمله کردن به اونایی که رأی دادن چیه؟ من خودم مخالف رأی دادنم، کلن به این دلیل که تو ایران نیستم، از شرایط ایران بی اطلاع هستم، و از اون مهمتر این که اصلا این رأی دادن و اینا رو بازی میدونم، چه در آلمان چه در آمریکا، اینا همش بازی بانک ها و شرکت های بزرگ و این حزب های بزرگه. خب ولی با همه اینا آقا اون حق داره بره رأی بده. حالا اینایی که رفتن مزاحم مردم شدن، من امیدوارم اینا رو شکایت کنن، برن دنبالشون بگیرن، و دیدم دستبند زده بودن. البته اینایی که اینجوری هم بعضی هاشون میخوان که این دستبند رو بزنن، بعد بگید ببین دیگه من نمیتونم برم ایران، حالا دیگه شما باید من پناهندگی رو بدید. بهتون گفتم یکی اومده بود اینجا برای شبخیز کار میکرد، اگه اشتباه نکنم گفته بود این همجنسگرا هست و گی هست و فلان اینا، کار چیش که درست شده بود رفته بود زن بگیره، خانواده زنه بهش گفت آقا تو که گفتی همجنسگرا هستی، حالا این زنه رو میدونی بعض وقتا بر میگرده یقت رو میگیره. رسیدهای خریدهای خود را نگه دارید. من یه شنبه 13 رفتم یه جایی $50 چی خریدم. این روزا برای که بخوان کاغذ کم مصرف کنن از این میپرسن رسید میخوای؟ گفتم بله میخوام. چون خانم من از یه رستوران ایرانی $18 چی خرید، رسیدش اشتباهی زده بودن $78، نه رسیدی که دست خودش بود، پولی که زده بودن. سیستم کریدیت کارت آمریکا هنوز قربونش برم مال 20 سال پیشه. اول یه کاغذی مینویسه میاد به شما میده که آقا شما $42 خوراک خوردی، شما $8 مثلا انعام میذاری، که تو آلمان من یادم یه دم ما انعام دادیم، اون دوستامون که آلمانی بودن گفت آقا اصلا این کارا رو میکنی اینا دیگه فردا کار نمیکنن. خلاصه $8 هم انعام دادیم شد $50. $8 انعام کم نیست، چون $40 معمولا باید $6 انعام. خلاص دختره من دیدم کلن سرش به کار نمیرفت، حتی برای ما هم که میخواست چی بیاره فسفس کرد و اینا، منیجره اومد کمک کرد و اینا. وقتی سه روز بعد میخواستم حساب چیز کنم، دیدم نوشتن $80 و زنگ زدم. اول به خودشون زنگ زدم، به همون رستورانه، گفتم آقا شماره تلفنت چیه؟ اینه. شماره رسیدت چیه؟ اینه. شماره کریدیت کارتت اینه. چقدر بوده؟ چقدر حساب کردیم؟ $50 بوده، شما $80 حساب کردیم. اوکی من بهت زنگ میزنم. زنگ نزدن. دیروز به همسرم گفتم باور کن همینم شریک اون بوده. و اینا با هم بعض وقتا میان یه ماه دو ماه یه جای کار میکنن، همچین روزانه به جای $6 $7 $37 به اصطلاح چی میگیرن. آها خلاصه پولشونو میسازن میرن، بعد اون بیچاره ساب بیزینس باید چی کنه؟ زودتر بگین تماس بگیرید با کریدیت کارت با اینا. به همین خاطر من دبیت کارت دوست ندارم داشته باشم، چون دبیت کارت شما پولتو اول میذاری تو بانک بعد خرج میکنی. من کریدیت کارت استفاده میکنم، سعی میکنم تا اونجایی هم که میتونم از یکی دو تاش بیشتر استفاده نکنم، یه 100 تای کریدیت کارت نداشته باشم، بعدم سعی میکنم تا اونجایی که بتونم پرداخت کنم. البته این سعی ما بی نتیجه مونده، همیشه بدهکار میمونی، همیشه لیت فی دیر کرد ازت میگیرن، جریمه میگیرن و الی آخر. میگه اتفاقا مردم آلمان تا زمانی که پاتو از گلیمت بیشتر دراز نکردی مهربان ترین و انسان ترین مردم دنیا هستن، به خصوص نسل جدید. من این رو 22 ماه با پوست و خون و نمیدونم چی گوشت و استخوان لمس کردیم و دیدم. ما حتی تو اون شهرهای کوچیک که بودیم، هوخان بعد بادکروسناخ و اینا، همه وقتی رد می شدن به هم دیگه لبخند می زدن، این کونتاک کونتاک، روز بخیر روز بخیر می گفتن، شب که عصر که می شد گود آبن گود آبن می گفتن، غروبتون بخیر غروبتون بخیر. و متاسفانه همونجا هم دیدم ترکا فقط وقتی به هم میرسن میگه شاد اینم ترکه، و ایرانی ها که به هم که میرسن میگه ایرانی ها یواش حرف بزنیم و بریم از اون با. درصد با شما موافقم. رسیدهای خودتون رو نگه دارید. ماجرای $50 به $80 رو گفتم. اگه رسید نداشته باشید بازم میتونن حلش کنن، ولی مشکلتون بیشتر میشه. اگه طرفم گفت آقا ما میخوام درختها رو سیو کنیم اینا، بگو شما این همه کاغذ بیخود چاپ میکنین دور میریزین اینا، این یه تیکه رسیده انقدی. حالا بهتون نشون بدم، این همین $50 بله ببینید کلا کل رسیده انقد
آخه این حالا کدوم درختی رو ما از بین بردیم و اینجا بوده چیز. من قشنگم وقتی مینویسم مثل بعضی ها نیستم که هشت و مثل اینجوری بنویسم دو قشنگ پنج دو هشت اینا، خیلی مرتب بنویسم که معلوم باشه. در اصل من $30 پس گرفتم. خب سفته چیست؟ مثل که به سفته فته طلبم میگن، نه فته من نشنفته بودم ولی نوشته بود. سفته یا فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد میکنه. من ندیدم تو آلمان همچین چیزی نبود، تو آمریکا. من با عزتون باز کنم، اینجا خیلی گرمه، این فکل کراوات زدیم از ترس شاهین، رفتیم نازکترین کراوات پیدا کردیم و جدیدترین کت و پیرن و اینها. خیلی قشنگ گفته، گفته طرف از همون 40 سال 50 سال پیش که از ایران اومده همون کت شلوارا رو آورده و کراوات های پن میزنه که اگر زیرش پیرن هم نپوشیده باشه شما نمیبینی. خیلی جالب. آقای حسن ارشاد برنامه شماره 373 رو امروز ساعت 4 براتون پخش میکنم و دوستان با هم یه ویدیویی رو ببینیم از آقای دکتر 57 ساله‌ای که احتیاج به استیمسل داره. متاسفانه بخوام نشون بدم اون وقت یوتیوب یقه منو میگیره، ما بعض وقتا میخوایم ثواب کنیم کباب میشیم. بذارید من اینو که به فارسی هست براتون بذارم، این انگلیش، این یکی فارسی، براتون میذارم روی فیسبوک. کپی لینک آدرس، اینو بعد خودتون نگاه کنید اگر خواستید. بله مرسی. این آقای دکتر شاهین نوری در نیویورک هستن، احتیاج به استمسل دارن. استمسل گویا از اونایی هم نیست که احتیاج به جراحی چیزی داشته باشن برای شما. شما با دادن خون خودتون اون پلازما و اینا مثل که میتونید بهشون کمک کنید و ای که دستت میرسد کاری بکنید. الان گذاشتم اینجا. آقای اکبری میگن بیشتر کسانی که جلو سفارت ها به دیگران فحاشی میکنن آرزویشان دستگیر شدن است برای قبول شدن پناهنده ها، پناهندگی. دمت گرم، درست میگی. من خودم بارها دیده بودم عکسایی که میاد 8 نفر هستن وایسادن یه جایی، حالا از سوئد گرفته از فلان گرفته اینا، اینا چیزای بزرگ و اینا، که این عکسا رو خود من این کارو براشون میکردم. تو آلمان میمدن برای تظاهرات رضا پهلوی، من با جواد عکس میگرفتیم، دوربینای 110 یادتون قیقیقی اینجوری رد میشد، عکس میگرفتیم، اکثر چاپ میکردیم بهشون میدادیم، اینا میرفتن برای پروندهشون، شرکت تولستو، شرکت اون امنیستی اینترنشنال و الی آخر. هیچ اشکالی نداره، اوکی؟ هیچ کدوم از ما هم بچه پیغمبر و پیغمبر و معصوم نیست، ولی تو اومدی میخوای چیز کنی، اوکی. زن و بچه مردم چرا میزنی احمق؟ هیکل گنده کردی، حالا خبر نداری یه دفعه یه نفر از پشت میاد با چوب میزنه تو سرت، که اون وقت همه این کاراته و بوکس و نمیدونم چیزای رزمی که یاد گرفتی به درد عمت هم نخوره. اینجا یه سنسه خیلی معروفی از سنسه مظهری برید چیز کنی. این همیشه تو ماشینش اسلحه داشت، گفت تو واشنگتن یه سیاه‌پوست بچه کوچولو، حالا هم نباید بگیم، یه بچه کوچولو میاد با یه چوب میزنه تو سرت میکشتت، باید مواظب باشی. گرچه شما اصلا هم با خود داشته باشیم از پشت بزنه تو سرت هیچ کاری نمیتونی بکنی. اینم از این. خب شاهین 2000 از آلمان، ویدیوشو میذارم، ویدیو جدیدش رو میذارم بین برنامه ها و یه زنگ بزنیم من ببینم این دوست ما کیه که 2-3 بار زنگ زده و پیام نذاشته. حالا شاید هم ایرانی نباشه ولی به گمانم که گمانم بله، ایریا کد 619 سان دیگو، شمارش هم دیگه حالا نمیگم. این ببینیم کیه، کجاست. بدون کراوات هم قشنگه ها، پیرنه. چی شد، وصل میشه نمیشه؟ زنگ زدم دیگه، نزدم دیگه. چی شد، چی شد، کجا رفت؟ کبوتر بود و هوا رفت. ترسیدم آقا،
او دوستان اون روز نقل قلب و قلب و خواب و اینا میگفتیم، بعد از برنامه دیدم که آقای اکبری نوشته بود همین اتفاق برای آقای اکبری افتاده که شبا بیدار که میشه بلافاصله راه میفته و میره و اینا، میدونید مشکل قلبی پیدا کرده بود. خیلی خوشحالم که به موقع به اصطلاح رسیدن و بردنش بیمارستان و سلامتش رو پیدا کرده. و خیلی وقتا اینا یه نقطه سلام، سوربی هستم از تلویزیون مردم، قبلا هم پیغام گذاشتم، زنگ بزنید به 202-695-2573. Hi, this is Sorby calling from Mardom TV. Please give me a call at 202-695-2573. Yeah, 202-695-2573. قاطی کردم. خدافظ. اوکی، بای. گفتیم نکنه یه آمریکایی باشه، ما هی زرت و زرت زنگ میزنیم فارسی براش صحبت میکنیم. باید این شماره رو می‌نوشتم بعدا زنگ می‌زدم. در صورت یک کسی از ایریا کد 619 زنگ زده و فکر می‌کنم همون دوسته که بهش گفتم آخه خجالت نمی‌کشی شما زنگ می‌زنی فوش می‌دی، زنگ بزن مثل آدم حرفتو بزن. احتمالاً چون شماره‌شو قفل نکرده بوده پیام نذاشته. دیدید که ما هممون اهل دسیسه هستیم، حالا سوربی داره دسیسه میکنه که این آقا همون آقاییه که شماره شو چویه شده مثل شراب، رنگش سیاه شده. بله، این چایی های پاکتی واقعا چیه؟ امکان نداره چای معمولی به این زودی رنگ بده. اصلا چای لیپتون شما اینجوری میزنی تو آب میاد بیرون مینی اون رنگش قرمز شد. خب واچ لایف دریک چاون. بله، این پلیسی که بیش از 9 دقیقه پاش رو گذاشت رو گردن اون سیاه پوسته بیش از یک سال پیش و اون رو کشت، بعد این که مجرم شناخته شد، حالا امروز میخوان بهش بگن که مثلا حکمت چیه. بعضی ها میگن قانون میگه 20 سال، ولی ممکنه قاضی بهش 30 سال بده. باید 4 نفر مثل این رو بهشون زندان بدن تا پلیسا اینجوری نباشه. الان پلیس شده یه مش آدم عقده‌ای که تو مدرسه و اینا معمولا کوتوله بودن و کتک می‌خوردن اینا، بعد اومدن رفتن پلیس شدن. حالا پلیس که می‌مانده این جلیقه ضد چی و پوتین بولا و نمیدونم فلان اینا فکر می‌کنه پخی شده. اینا میگن نه آقا، ما به تو اسلحه دادیم، به تو باتون دادیم، به تو دستبند دادیم که بری متخلفین رو بگیری. بله، این آقا خلافکار بوده، سیگار پاکتی خریده، دونه ای فروخته، بعد بخت فقیر سیگار میخره مثلا 20 تاشو 4 دلار میفروشه، مثلا دونه 50 سنت، حالا 20 تا 50 سنت میشه 10 دلار. حالا تو اینو گرفتی و این همه پول دولت و بودجه دولت و تا حالا چند سال دیگه این آقا تو زندان منو شما باید پولشو بدی. مردی که بهش میگفتی آقا این 10 دلار بگی برو امروز. از اون برم هستن پلیسایی که میبینه مثلا یه نفر پیاده میره سر کارو میاد، این هر روز نشسته اونجا سر شیفت میبینه اینو، میره برای طرف دوچرخه میخره، میره برای طرف موتورسیکلت میخره، میره براش یه ماشینی میخره، یا کمکش میکنه که اون بتونه ماشین بخره، ضامنش میشه. از این داستان هم زیاده. آدم باید همین وریشو بگه همون وریشو بگه. خب دوستان عزیز، ساعت 3:28 است. بارها بهتون گفتم وقتی که ما برنامه‌ها رو میذاریم روی این اصل که یه دوستی میاد مثلا نیم ساعت اون صحبت میکنه، حقیقتا رخوت میگن دیگه، نه تنبلی میاد تو وجودمون که آقا من تا 3:30 صحبت میکنم، 3:30 آقای ابوالفضل بهشتی میره تا 4:00 هم آقای ارشاد و یا علی مدد و تموم شد. اینجوری میشه. وقتی حالا ما تماسون برقرار نشد از طریق این ماجرای واتساپ، چند تا برنامه میشناسید واقعا بنویسید اینجا که شما میتونید مجانی با دوست فامیلتون حرف بزنید. واتساپ، فیسبوک. ایرانی ها که ماشاءالله از ما بیشتر بلد و واردترن، حالا اسکایپ نمیدونم، همه اینا میبینی آخرش پولاش یکیه، چون تا یه برنامه میاد رشد میکنه همون آقا بزرگه میره اینا رو میخره، بزرگ آقا میره اونا رو میخره که اونا برن بیرون. خب آقا میخری ببندش. الان شما نگاه کنید اینستاگرام
با فیسبوک شده یکی. و یه پیام میاد، من یه مدت برای آقای نیساری همین نوشتم آقا این پیامای شما اینجا خونده نمیشه، حالا فهمیدم وقتی پیام میاد تو فیسبوک این وقلشو باید کلیک کنم که نوشته اینستاگرام تا اون پیاما رو ببینم. عجب مردم رو گذاشتن سر کار. خب اون وقتا ما یه برنامه اجرا میکردیم یه جا توی فلان تلویزیون، حالا یا تلویزیون لوکال محلی بود یا تلویزیون رنگارنگ بود یا تلویزیون ما تیوی بود، یا طرف میدونست آقا این جمعه 1 تا 4 سربی میاد، بهبهانی میاد، چند نفر دیگه میاد میکنه. الان شما نمیدونی کی کجا با کی داری صحبت میکنی. طرف به من میگه آقا پیغام برداد بودم. میگم من چیزی نگرفتم. کجا؟ میگه باور کن یادم نمیاد. میگم خب من چجوری بفهمم؟ من صبح که میام همینجوری دور میزنم، میام نمیدونم اینستاگرام این فلان، حالا دیگه کلاب هاوس الحمدلله تنها حسنش اینی که پیام و این نمیدونم نامه نگاری و فلان نمیشه برای هم داشته باشن. خب آقای ناصر، بله آقای ارشاد، خیلی من آقای ارشاد همین یه دقیقه پیشم نبود که راجع به برنامه شما گفتم 373، ببین تا میگم خطش میزنم، حسن ارشاد برنامه 373 و شما 2 تا برنامه فرستاده بودی، من هر دوشو نشون میدم، ولی 2 هفته گذشته ویدیوهاتون با یه اشکالی مواجه شده و اون این هست که اون وقتا کوالیتی رو برده بود بالای 1400، تصویر عالی، الان از 240-440 بالاتر نمیره. اگه خودتون این کارو میکنید، چون میدونم فنی هست این کارا رو انجام میدین، اگه ستینگ یا اون تنظیمات اجازه میده ببرید رو 720 و اینها، اگه نه که خب با همین میسازیم، چون شما ولی دیدم بعض وقتا مدارک چیزی میخوای نشون بدی اون تنظیمات یا ستینگ های بالاتر کیفیت رو بهتر نشون میده و بهتر هست. شما همینجا الان اگه لطف کنید اون چیزها رو بذارید، به اصطلاح 2 تا لینک برنامه‌تون رو بذارید توی آپارات. دوستان آپارات یه برنامه‌ایه که فکر کنم کلش از ایران هست، چون من دیدم من 1-2 بار ویدیوهای خودم رو گذاشتم، نوشت که این ویدیوتون رو برداشتیم نمیدونم بنا و به دلائل از همین چیزایی که بلدن. البته حق دارن، آقا توی بازی میگه با پات تو میتونی بزنی به توپه، اسمش هم فوتبال، توی بازی میگه شما اگه با پات زدی به توپ میکنی میاد بیرون، شما هستی که انتخاب میکنی بری والیبال بازی کنی، بسکتبال بازی کنی، پینگ پونگ بازی کنی، تنیس بازی کنی یا بری فوتبال بازی کنی. ولی من یه پیشنهاد میکنم به افرادی مثل آپارات و اینا، آقا شماها نظر تنگ نباشید. آخوندا یه اشتباه بزرگی کردن، این تنگ نظری یا نظر تنگیشون باعث شد مردم رو از بام خودشون بپرونن. مرغی که پرید دیگه پریده. کسی که رفت بی بی سی رو دید، کسی که رفت تلویزیون اینترنشنال نمیدونم سعودی رو دید، کسی که رفت وایس آمریکا رو نگاه داشت، حالا تو هر چی میخوای هی فیلمای خنده‌دار و لوس و بی‌معنی و شوهای مختلف بذار تو تلویزیون. مرغی که پرید دیگه پریده. اینم از این. البته داریم، میگن اگر میخوای ببینی کسی یا مرغی عاشق توه، مرغه رو ول کن، اگه برگشت عاشق توه. ولی تا حالا چند نفر شما تا حالا مرغتون رو ول کردید دوباره برگشته اومده؟ هر کی بوده گذاشته تو قفس، قفس هم گذاشته تو اتاق درشو بسته. در اصل آقای حسن ارشاد سال هاست که با پشتکار برنامه داره، آدم جالبیه. آقای حسن ارشاد پدرش نابینا بوده، نابینایی که دوچرخ سواری میکرد. من همیشه برام به اصطلاح این سوال بود که ایشون چجوری این کار رو انجام میداده. با ما با 2 تا چشم میرفتیم میزدیم به این و اون و به در و دیوار. این بنده خدا نابینا، اولا تعادل تو رعایت کنی بعد دوچرخ سواری کنی. یه روز سعی میکنم با آقای ارشاد، یه روز خواستیم صحبت کنیم و اینا چیز شد نشد، اینترنت خوبی برای لایف پروگرام نداشتن، نوشتن مال نور هست. نه نه اون کیفیتی که من میگم براتون عکس میگیرم همین الان بهتون نشون میدم، همین الان آقا بذارید بیام اینجا. میگه که وقتا میگفتن دوز حاضر بوزم حاضر، ولی اگه بگیم حالا به کی برمیخوره؟ ببینید آقای ارشاد، شما این فیلم رو که فرستادی من اصلا 273 قسمت دومش نشون میدم، شاید بعضی از دوستانم این مشکل رو داشته باشن، اونها هم به اصطلاح مشکلشون اینجوری حل بشه.
ببین آقا این تبلیغ و بعد نوشته اینجا رد کردن آگهی، خب خدا پدرشون بیامرزه این آپشن خوبیه گذاشتن. حالا این ویدیوی شما نگاه کنید، ما میایم پایین این ویدیو اینجا یه علامتیه بهش میگن به اصطلاح مثل فلشه، مثل پیکانه، داون ارو، یعنی ارو یعنی تیر یا همین بالاخره مثل پیکانه بهتون نوشته دانلود ویدیو. نگاه کن اون وقتا اینو که من کلیک میکردم، الان شما اینجا میبینید دو تا به من آپشن داد، یکی نوشته با کیفیت 144 که خیلی کمه، مثل صدا هست فقط، یکی دیگه نوشته با کیفیت 240. من یه مدتی دیدم حتی ویدیوی شما HD بود، HD یعنی حداقل 1280 یعنی 1280 720 یا چیز در صورت اینو شما، من حتی اگه بخوای برات عکس میگیرم میفرستم که این خیلی اون موقع را 700 360 480 دو دفعه از هفته قبل و این هفته. و آقای ارشاد هر وقت میاد من یاد آقای حسن فیروزی میفتم که آقای ارشاد با زیرکی خاصی آقای حسن فیروزی رو مجبور کرد که تو این تلویزیون، تو تلویزیون مردم بگه که بهائی‌ها دنبال حکومت جهانی هستن، نه دنبال فقط حکومت ایران و حکومت فلان. و بارها از اونها پرسیده خب شما که دنبال حکومت ها هستین، شما که به قول خودتون میگین ما ظالمان رو افشا میکنید، چرا یک کلمه، حتی یک کلمه درباره کودکان فلسطین هیچ وقت صحبت نکردین؟ چرا یک کلمه حتی درباره افراد یهودی و کلیمی داخل اسرائیل صحبت نکردین؟ آقای ارشاد نوشته دوچرخه 28 هرکولس. من یادمه یکی از بهترین دوچرخه‌ها همین دوچرخه هرکولس بود. درست نور اگر اندازه باشه، اینجا یه لامپای هست بهش میگن دیلایت، یعنی نورش مثل نور بیرونه. خیلی‌ها من میگن آقا چرا نور تو اینجوری قرمز نیستی؟ میگم خب اون چیه که این مثل سرخاب کردن، ماتیک کردن میان، بعد شما تو خیابون که میبینی میگه این که مثل شیر برنجه، ما همینیم که هستیم دیگه. بمانه. خب ممنونم، خوشحالم که اینجا هستید. ایشون میگه چشم، چشمتون روشن. و دوستان این ماجرای مرگ ناگهانی از بیدار شدن ناگهانی، ویدیوشو بین هر برنامه پخش میکنم و ما به دلیل اینکه برنامه‌های زیادی اینجا نیست، هر کسی برنامه‌اشو بفرسته اینجا پخش کنه آدم زرنگیه، چون ما بهش میگیم روزی یه بار، روزی سه بار، چهار بار ممکن پخش بشه. خبر خوب، یک آقای ربای که میدونید همین آخوندها یا ملاها یا پدر روحانیای دین یهودی و اینها هستن، ایشون من از 20 سال پیش میشناسه، تماس گرفته چندین بار و گفته که به زودی برنامه‌های خودمون رو که در تلویزیون‌های دیگه در لس آنجلس پخش میشه میفرسیم اینجا که شما هم اینجا هر روز پخش کنید. دوستان نمیدونم اینجا هست یا نه، که شما هم میتوانید، بله هست، افکت 5، شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. اینجا نوشتیم در تلویزیون مردم همه میتوانن برنامه داشته باشن. اینو مخصوصا به اونایی میگیم که میگن چرا آقا به مجاهدینی که جدا شدن برنامه میدید. حتما دیدید که وقتی یه نفر فوت میکنه میگن مرگ نابهنگام. خب برای اونایی که جوونن این به نظر اوکیه، ولی مثلا آقای پرویز کاردان بنده خدا 80 و چند سالش بوده، اونم ایرانی، اگه تو ایران بود که تا حالا 10 بار کفن پوشونده بود. این مرگ بی موقع چیه؟ مرگ نابهنگام یعنی چی؟ و یکی میتونه برای من توضیح بده مرگ به موقع چیه؟ یکی دیگه اینه که همه اینها باور دارن به بهشت میرن ولی همشون میخوان تأخیر بندازن در بهشت رفتن و حاضر نیستن زودتر بمیرن، زودتر به بهشت برن. یک چیز هندی هست این رو میگه. مکفی شما میدونی چیه؟ این سیستمای کامپیوتری که به اصطلاح آنتی ویروس هست، ضد ویروسای کامپیوتریه که خیلی ها میگن خود اونا اول درست کردن، بعد که مردم فهمیدن ویروس چیه و اینها گفتن حالا ما یه برنامه داریم میفروشیم. و این یکی از آدمای نابغه دنیا بود. چرا میگم بود؟ برای که دو سه روز پیش توی زندان در اسپانیا مرده مسکه و این چندین بار زندان رفته، چندین آدم کشته، چندین دختر تجاوز کرده، دنبالش بودن، ولی اونم مثل ترامپ در رفته بود تا بالاخره دیروز پریروز
به اصطلاح مرده. اگه کسی خبر ایرانی نوشته ایرانی در این مورد داره، لینکش رو اینجا بذاره. خیلی ممنون. مکفی is dead. اینم از این. و دکتر 57 ساله آقای شاهین نوری، حتما اگه میتونید چیز کنید، به اصطلاح کمک کنید و کمپین مدنی و وفاق ملی، این چیزی که الان تو ایران بعد از این انتخابات میگن آقا خوب بعد انتخاب شده، حالا مردم باید با هم یه دست بشن، یه نواخت بشن و یادشون نره. دیدم آقای زمانی راجع به روحانی نوشته بود، نوشتم آقا همونجوری که میگن شاه مرد قصه خلاص، روحانی هم رفت داستان تمام. الان اقلا شما تو این 8 سال یاد گرفتید که مطالبه گر باشید. هر کی میاد سر کار ازش بخوام آقا چرا اینجوریه، اون چرا اونجوریه، تو حقوق گرفتی، کارگری، خدمتکار ما هستی. آقایونی که فارسیتون بهتر از منه، بگردید به جای رئیس جمهور یک کلمه پیدا کنید، خدمتکار جمهور، اصلا خدمتکار مردم. حالا این کلمه جمهور هم ایرانیه دیگه، رئیس جمهور یعنی چی؟ این رئیس نیست، خدمتکاره. و این هم جالبه که این همه پول خرج میکنن، من حقوق رئیس جمهور تو ایران نمیدونم چیه، ولی مثلا همینجا 170 هزار دلار به نماینده میدن، طرف میلیون ها دلار خرج میکنه که بیا 4 سال 2 سال 6 سال نماینده بشه. خب این نشون میده از اول که این با یه قصد سوی داره میاد، این پولو داره میریزه که بتونه پولهای به اصطلاح اختلاس و زیرمیزی و اینور اونور بگیره. در هر صورت من توی کلاب هاوس دوستان 100 روز بودم و واقعا برای من بس. یعنی اولا الان اگه شما بری اتاقایی که اون وقتا 3000 تا بود الان میشه 30 تا 35 تا و دیگه حرفی هم برای گفتن باقی نمونده، چون این مثل این میمونه که شما برگردی ماشین و اینا رو بذاری بری سوار درشکه بشی. هممون هم این کارو میکنیم، هنوز خیلی ها وقتی میرن مشهد سوار درشکه میشن، خیلی ها وقتی میرن نیویورک سوار درشکه میشن، ولی یه ساعت شما میتونی سوار درشکه باشی. اگه قرار شد یه راه 10 ساعته با ماشین رو امروز با درشکه بری، هم خودت به خودت فوش میدی، هم مردم به شما میگن دیوونه هست. به نظر من کلاب هاوس اونم مثل پلتاک از بین میره و سلو داون میشه. ولی بذارید بهتون یه چند تا چیز نشون بدم، امیدوارم بتونم. این اتاق رو مثلا شما نگاه کنید، بذارید ببینم، نوشته براندازی و پولهای کثیف براندازی نظام یا براندازی ایران. خیلی جالب بود. من ببینم این میتونم بیارم اینجا تو این پلیر، پلیرها رو برداشتم، عذر میخوام ازتون. اول یکی بیارم الان واز میکنم، ماجول اد یه پلیر بیاد ببینیم، پلیر بودو بیا. اوکی. حالا این پلیر 6-7 رفت پشت اون، ببخشید. خب ما میاریم این عکس رو میذاریم تو این، ببینیم درست نشون میده یا کج موج نشون. نه ببینید بهتون میگم پلیر 6 نگاه کنید دوستان، یه عکس صافی رو من میذارم تو این پلیر، اینجوری نشون میده. چرا؟ به قول آمریکایی‌ها I don't know، من نمیفهمم، من نمیدونم. و حالا اینجوری من براتون میارم، یک لحظه میگم select area، یعنی از اینجا تا به اینجا. این اتاق شما نگاه کنید، کامرای 2 ببینید، نوشته براندازی و پولهای کثیف، براندازی نظام یا براندازی ایران. توش حرفای خیلی خوبی زده میشد. متاسفانه اینایی که مدیر بودن هی هم سعی میکنن بگن مادریتور، بعضی هاشون اصلا به اشتباه میگن رادیاتور. مدیر، آقا خانم شما مدیر این اتاق هستی، اداره میکنی، اونای دیگه یا سخنگوان یا مهمانن، اینا هی نمیدونم بیا بالا برو پایین. یه چیز دیگه هم هی به هم میگن باگ خورده. باگ که همین چی میگن حشره و اینا رو میگن. بعد باگ خورده یعنی چی؟ مثلا پشه خورده رفته، میگه آقای فلانی باگ خورد رفت، حالا میان. اتاق خوبی بود ولی متاسفانه مدیرش که این خانم فاطمه و دیگران بودن نتونستن خوب منیج کنن، من سردرد گرفتم و رفتم. یه سری عکسای گذاشتم که من هر جمعه به شما میگم سعی میکنم هفته دیگه نشون بدم. حقیقتش خجالت میکشم، خودم یاد اون به اصطلاح معرکه گیری میافتم که ما وقتی میرفتیم مدرسه میگفت که اگه کسی پول بده من میرم تو این آفتابه.
و خب ما میدونستیم که این نمیتونه، ولی با همه اینا بعض وقتا پول میدادیم که ببینیم میره یا اگه نمیره وایسیم مثلا بهش فوش فضیحت کنیم، که اونم زرنگ بود، با یه آجانی دست به کار میشد به اصطلاح دست یکی میکردن و اون میمد میگو برید و داد بیداد، ما هم در میرفتیم. بمانه میگه تلویزیون آلمان اشاره کوتاهی به شخص دستگیر شده در اسپانیا داشت که انسان کلاهبرداری بوده که اسپانیا میخواست به آمریکا تحویلش بده و چند روز قبل از تحویل فوت کرد که احتمال خودکشی میره. یه آدم خیلی عجیبیه این آدمه، یه آقای آمریکایی رو توی یک جزیره دیگه کشته بوده به خاطری که نمیدونم مرغ اون سگ اون صدا میداده، بدبخت پدر اون مرده مثل بگم ابر بهاری گریه میکرد. این آدمه مواد مخدر رو اینا میده به دخترای جوون، بعد برای خودش یک مثل پایدگانی درست کرده بود اینا. بله آقای مکفی یه آدم کلاهبردار و پدرسوخته ولی نابغه بود. ببینید اینا بعضی هاش همین که شما ببین یه چیز درست کنی، حالا اگه ویروس رو این درست کرده باشه انداخته باشه به جون این همه کامپیوتر، بعد بیاد یه چیز درست کنه چون خودش میدونه چجوری جلوشو بگیره، خب این آدم نابغه است، ولی نبوغش رو در راه به اصطلاح کلاهبرداری اینا استفاده کرد. بعد احتمال زیاد همین گزارش درسته و من هیچ وقت نگفتم از مردن فلانی خوشحالم. خب باز یه بار دیگه بهتون میگم انتخابات 1400 هم گذشت، حالا چی؟ به قول آمریکایی‌ها نواد. و من از دو نفر درخواست کردم که اینا خودشون رو برانداز میدونن بیان بگیم آقا اصلا برانداز یعنی چی، چون شما اگه درست فکر کنی کسی که میاد میگه من میخوام رئیس جمهور بشم، خب این میخواد بیاد حکومت قبلی رو براندازه، ولی اگه کسی منظورش براندازی انقلاب و با اسلحه و با خشونت و اینا هست، که من فکر نمی کنم ایران دیگه به این زودی حاضر بشه حتی انقلاب کنه. انقلاب ایران دوستان زیاد کشته نداد، حالا هرچی می خواهیم بگیم شاه کشت و فلان میسار، به نسبت انقلابای دیگر دنیا زیاد کشته نداد، ولی این تضمینی نیست که اگه کسی انقلاب کرد آینده همین جوری باشه. این تضمینی نیست که اونایی هم که اسلحه دستشونه مثل ارتش شاه ترسو باشن، یا بعضی ها میگن آقا اینا ترسو نبودن آدمای خوبی باشن. میدونید مسئله اینه که هر کدوم از اینا بفرمایید، من توی برنامه زنده هستم، میخواین الان صحبت کنید یا من بعدا بهتون تماس بگیرم؟ از این تلفونا صبح تا شب واقعا 50 تا به خوبی داریم که میخواد وام دانشجویمونو پس بده، میخواد دولت داره میاد بگیره ببنده اون زندان اینا ما رو آزاد کنن، بیمه بازنشستگیمونو میخواد یه نوع خوب کنه که اصلا دیگه شما نمیخواد خونه داشته باشی، برو فقط تو بیمارستان بخواب، از صبح تا شب هم میان ماساژت میدن. و من نمیدونم چجوری یه مملکتی مثل یا آمریکا مثل آلمان اینا نمیتونه. شما هم دارین از این کوفت و زهرمارا تلفن‌های مزاحم توی آلمان؟ اینجا یه سرویسی هست بهش میگن دو نات کال، شما تلفنتو قراره به اون شماره که زنگ میزنی بگه دو نات کال، بهت کسی زنگ نزنه. البته همون میگه کلیسا میتونه، پلیس میتونه، این میتونه، اون میتونه، بازم آدم میگه اوکی اونا بزنن اینا نزنن، ولی همه زنگ میزنن و بیشترش هم الان از هندوستانه. من به اینا مخصوصا اونایی که خانم از زن هستن میگم خانم شما خجالت نمیکشی توی وضعیت کرونا میای از مردم سوء استفاده میکنی؟ 50 دلار بده تا اینو درست کنم، 60 دلار بده تا اونو درست کنم، اگه این کارو نکنی برق خونت قطع میشه، 500 دلار همه الان برو از 7-11 برای ما کارت بخر بفرست و الی آخر. دوستان ساعت 3:48 دقیقه است، حالا که اینجور شد ما بریم یه چند دقیقه دیگه هم صحبت کنیم که به اصطلاح این استیکرایی که شما خریدین، این من واقعا از خودم سوال میکنم چرا دوستان تلویزیون مردم رو حمایت نمیکنن؟ نمیدونم ما باید مثل این اون به التماس بیفتیم، مثل این اون بهتون فوش بدیم بگیم غیرت ندارید اگه ما رو حمایت نکنید، وطن فروش هستین؟ خب حمایت کنید دیگه، حالا ما که نگفتیم میخوایم بریم کاخ بخریم، گفتیم آقا حمایت کنید، ما هم وقتی میریم آبجو میخوریم به سلامتی شما میخوریم. خدا رو شکر آلمان از این خبرها نیست. خب اینم یه دلیل دیگه میشه که من بلندشم بیام آلمان رو. مواظب خودت باش آقای اکبری، اینقدر تبلیغ آلمان میکنی مثل این دوستانی که تبلیغ میکنن این فیلم کولومبوس حتما ببینی.
تبلیغ میکنن ما آقا اومدیم اینجا اصلا کسی کار نمیکنه فلان بیسار اینا، بعد فامیلاشون که میاد اول یادمه تو آلمان دوست من میرفتیم نمایشگاه فرانکفورت، بعد وای میساد بغل بنز مثلا اون موقع نمیدونم فلان بغل بی ام و اون موقع 700 فلان سری 7ش خیلی جالب بود، بس عکس میگم میگم برای چی میخوام؟ میگه برای ایران میفرستم خانواده نمیدونم زنش حسرت بخورن. حالا به جای خانواده زنش بیچاره برادرش افتاد تو این دام و وقتی اومد اونجا اصلا دیپرس شد مرد، جوونم بود از ما همه ما جوانتر بود همون سالهای اول مرد، که البته خیلی ها گفتن که این اومد اینجا رسید به فضای باز آلمان مواظب نبود و سکس نمیدونم بدون چیز و اینا میگفتن HIV یا همون ایدز گرفته. خب اینو گفتم، انتخابات رو گفتم، مرگ به موقع چیه، مرگ بی موقع چیه، این چیزو گفتیم. به این آقا یا خانمم زنگ زدیم جواب نداد، مهم نیست، امیدواریم که با دیدن برنامه ها آدم بشه، انسان بشه، به خودش احترام بذاره، زنگ بزنه اگر صحبتی داره، حرفی داره. بذارید من اینجا تشکر کنم از یه دوستی که از کانادا چندین ساعت تا امروز زحمت کشیده که چون ما قور میزنیم که حمایت نمیکنن، ولی خب بعضی هم میخوان حمایت کنن، مشکلاتی دارن، پیپل اذیتش کرده دیگه با پیپل کار نمیکنه، ولی دیروز بنده خدا جلو خودم یه ساعت نیم دو ساعتی زحمت کشید، حتی به من گفت اگه شما چیزی میخوای از آمازون لینکشو بفرست من بخرم. باورتون میشه یه چیزی که اینجا چند روز پیش تبلیغ کرده بودن حدود 105 دلار بود 109 دلار بود، من گفتم اوکی پس اینو بخرید برای تلویزیون مردم، وقتی رفتم دیدم شده 129 دلار، گفتم آقا نمیخواد اینا حراجشون تموم شده یه 20 دلاری اضاف شده، انقدر آدم خوبیه، گفت عیب نداره من میخرم، گفتم اوکی براش فرستادم. دوستان چیزی که اینجا 129 دلاره تو کانادا زده بود 250 دلار، اصلا انبیلیبل، یعنی غیر قابل باور. کاکو در پاسخ به گفته شما و نمایش موجودیت یکی از برنامه‌های طلبه ها بر علیه جنبش ایرانی ها براتون فرستادم، کجا فرستادید آقای نیساری، توی پیام های خصوصی یا چیز؟ خب حالا اون یکی هم بالاخره اونم نظر خودش گفته، من کاری ندارم. من میگم ببین شما آقا، من زمان حکومت نظامی مأمور حکومت نظامی در کمیته مشترک، اون وقت هم گذاشتم نمیدونم خرابکاری مال ساواک بود، ولی این مال شهربانی بود و هوابرد شیراز، تیپ 55 هوابرد شیراز که یه کار بی خود و اشتباهی بود. ارتش رو شما نباید بیاری بر علیه خود مردم، باید یه گروه، حالا این آخونده ببین چجوری پول خرج کردن از اسرائیل و چین و اینا آوردن. ببین این شبنامه ها رو من دیدم آقای نیساری، کاکو جون اینا رو من دیدم، حتی به ما گفته بودن هر جا میبینید خانوادتون اینا وردارین بیارین تو ما بدونید. باور کن اینجوری بود، میگفت فردا صبح برید مسجد حبیب جنوب شیراز، وقتی اینا آمدن افرادی که مسجد رضا هستن تو 20 متری ساعت 10، اینجوری بود عزیز من، اینجوری نبود اوکی بسیار خوب روز شنبه وطن پرستا برن جلو سفارتا. آقا بریم چی بگیم؟ بریم چی بگیم؟ آقا چشماتونو ببندید آقای نیساری. امروز این حکومت ظالم آدم خور رفت، امشب شما برنامه چی؟ شما میخوای رئیس جمهور بشی یا آقای آبتی؟ شهردارش کیه؟ استاندارش کیه؟ همین یه شهر کوچیک شیراز و حالا بزرگ شد استان فارس رو مثال بزنیم، شما چی کار میکنی؟ آیا از دوستان و آشنایانتون میاری؟ یا همینجوری ندید و نشناخت میاری؟ خب اگه از دوستان و آشنایان آوردی که میشه همین کاری که آخونده ها کردن و شاکر، چی کار باید کرد؟ دنیا رسیده به معضل، دنیا رسیده به مشکل. این شعر گرگ ها و آدم فریدون مشیری رو بخونین، یادش گرامی با، که میگه گرگ ها با هم ولی آدم ها جدا، و چه کسی میشه بگیم این اوضاع رو؟ شما دوست من هستی، من دارم به شما میگم این کاری که شما میکنید it's not doable، شدنی نیست، نمیشه، نمیشه. خانم محبوبه شیوایی یه آگهی بده، خانم پریسا فلانی یه آگهی بده، سوربی یه آگهی بده، آقای نیساری یه آگهی بده، آقای رضا پهلوی هم که شنیدم تازگی میخواد بره
دیزی فروشی باز کنه، بیسترو دیزی باز کنه. نمیشه خانم مسیح علی نژاد به مردم بگه ویدیوهاتونو بفرستید که اون پول بسازه، من و تو تیوی بگه ویدیوهاتونو بفرستید زندگی معمولی چیه، طرفم میاد بدبخت راست میگه، آقا تخمر گرونه، ولی دو تا دروغ هم وسطش میکنه داخلش. این نمیشه، این میشه شده همین که هست. آقا اگر یه بار این کارو کردیم نشد، ده بار این کارو کردیم نشد، لطفاً اون مثالی که فلان سردار نشسته بود دید یه مورچه‌ای هی میره بالا هی میفته، هی میره بالا هی میفته، عاقبت رفت آقا این مورچه انقدر افتاد زمین که مغزش داغون شده بود، و الا اگه مورچه عاقل بود بار سوم که افتاد میره به دوستاش میگه آقا از اینجا نمیشه بریم بالا. من دارم اینو میگم. اون وقت شما ببین همین ضرب المثل یا همین زبان زد رو داریم، از اون وقت انشتین بوده، کی بوده گفته فقط احمقا هستن که یک کاری رو تکرار میکنن، همین کار رو مثل قبل انجام میدن ولی میخوان نتیجه مختلف و گوناگونی بگیرن. خدای نکرده شما که احمق نیستی، من که احمق نیستم، آقای بهرام آبدین که دیگه اون ماشاءالله اصلا اون فیلسوفه، احمق نیست که، ولی آقا اینا استپ بای استپ، قدم بر قدم. کی بود این آقای چارلز شاه؟ کیه یک کتابی نوشته راجع به این حرکت ها، جنبش های مردمی؟ شما این آقای اوباما ببینید چجوری رئیس جمهور شد، از رفتن در خونه مردم، از مردم رو دعوت کردن به صحبت و به این، اینجوری شروع شد. ای کاش این فیسبوک و اینا رو از ما بگیرن، ما بفهمیم تواناییمون در حد دو پا و راه رفتنه. شما وقتی میای میبینی 20,000 نفر، حالا من میگم 20,000 نفر که شما نگید نه اینقدر نبود بیشتر بود، 20,000 نفر دوست داری، اینا دوست نیستن. آقا این سوری 20,000 نفر این ور اونور داره، هفته یه بارم برنامه میذاره. چرا من کردمش هفته یه بار؟ دیدم هفته سه بار میام میشینم اینجا، ولی هفته سه تا $10 کسی نمیفرسه. نمیتونی که به مردم به زور بگی حمایت کن، یا باید بشید نمیدونم فلان چاخان هی چاخان کنی، التماس کنی، یا دستمال یزدی بگیری دستون، یا بیای حق چی میگن راست و حسینی میگن لوری بگی آقا خرج داره این نور، الان من گرما دارم میپزم، این کامپیوتر نمیدونم این فلان اینا از بین میره 24 ساعت روشن، این خرجه رو شما بیاش سهیم بشی. نمیشن. وقتی نمیشن منم برم مثل اون مردی که داد بزنم که میخواد پناهنده بشه، این بعد حتما هم یه کسی استخدامش میکنه، یا برای با چی میگن اینا زنای خراب یه کسی دارن باجخوره چیکارن باشون، حتما یه کسی استخدامش میکنه. در اصل ممنونم، متشکرم. اتفاقا جنبش ایرانیان همباره گفته بزن و دیده نشو. آفرین. همینم، من چند بار به شما گفتم این کار خوبیه، ولی شما اون ویدیو رو حتما دیدید که آقای دستش میلرزید، آمد و گفت خامنه‌ای زدی اینو کشتی، ولی حالا من اینجا وایستادم. خب بدبخت وایستادی اینجا چه کار؟ اصلا عکس خودش رو دیده بود تو ویدیو، هیجان زده شده بود. آقا میگن این دوربین و نور و اینا یه قدرتی به آدم میده، این قدرت قدرت کاذبه. اگر کسایی رفته باشن یه کلاسایی باهاش یاد گرفته باشن که گول این قربونت برم به به چه چه نخورم، زندگیشون میشه مثل ما، میاد حرفش میزنه میره. ولی بعضی ها دیدی چجوری خراب شدن؟ دو روز تا چهار نفر اومدن دورو برشون فکر کردن پخی شدن، یه دفعه رفتن پایین. من امیدوارم شما بشینین یه شرکتی، سازمانی، جنبشی درست کنین. آقا شما ببین فیسبوک ترامپ رو بستن، شما که دیگه از ترامپ قوی تر نیستی. اگه فردا فیسبوک، توییتر، نمیدونم اینستاگرام، این چیزای مفت از شما ببندن، شما یه وبسایت نداری. من همه اینا رو ای ببندن، با همین دوربینم رو مردم تیوی دات کام وبسایت خودمه. همینجا دوستان مردم ریپورت دات کام برای فروشه، اگه کسی میخواد از 2009 تا حالا مردم ریپورت دات کام رو ما خبری شروع کردیم و اینا، بعد اون کاوه یا کوین دروغ گفت و رفت و فلان اینا بماند، ولی من نمیتونم اون قسمت خبریشو انجام بدم. الان اگه بری مردم ریپورت دات کام میاره تو مردم تیوی دات کام، ولی برای فروشه. اینجوریه، ما با یه مشتی نمیدونم برنامه های مجانی و از او برم یه فلایر درست میکنیم فلان روز بیاین فلان جا، ولی حاضر نیستیم خودمون با همسرمون بریم اونجا، میگیم یه نفر یه سنگ میزنه تو سرمون میشکنه.
این حقای احمق رو شما نگاه کنید و ببینید جنبش های مانند حقا تا حالا چند تا داشتیم. تا روزی که یه نفر نگه من میخوام برم ایران، آقا شما اعلام کن من میخوام برم ایران، خب مردم دور و برتن دیگه میان، اگه رفتی خدا نکرده اتفاقی افتاد داد و بیداد و شورش میکنن، راه ها رو میبندن. اگر ندارید مطمئن نیستید. من حرفم تموم. دوستان عزیز ممنون و متشکرم. متشکرم از آقای نیساری که ما رو کشون تا ساعت 4 و از آقای ارشادم تشکر میکنم. گاهی وقتا ما یکی دو دقیقه تأخیر در برنامه همون میفته، شما ببخش. و تلویزیون مردم هنوز هم یکی از منظمترین تلویزیون ها از لحاظ سر وقت برنامه شروع شدن هست و یکی از منظمترین، اگر نگم منظمترین، کسایی که از لحاظ بایگانی نمرو اونو یا نمبر وان. روز روزگار بر شما خوش. مواظب خودتون باشید. گفتنی خیلی زیاده. چی بود شعره میخوام؟ خیلی ممنون. ممنونم نیساری، همینه تو دوست دارم که اینقدرم به نق میزنم، باز علامت قلب میفرسی و قلب ما هم برای شما میتپه و امیدوارم سلامت و شاد باشید. باید بشینید جنبش، یه نفر بیاد بگه شما الان برو نگاه کن، نیاک دیروز پریروز یه کار دیگه انجام داده بود، من میخواستم بیام بگم نگاه کنید، هی به اینا فوش میدید، ولی اینا مرتب منظم دارن پیش میرن، پول جمع میکنن با این سناتور با اون سناتور، احمقای مجاهدین هم هی میرن پول میدن به این سناتور به اون سناتور، به هیچ جا نمیرسن. باید راهش رو، شما فردا میخوای از نمیدونم اروپا از این کشور بری یک کشور، اگه قدیم بود نقشه رو باز میکردیم، حالا قدیم نیست، میام کامپیوتر نگاه میکنیم میخونیم هوا چطوره، اینجا چند ساعته، اونجا چند ساعته، کجا وایسیم، کجا بنزین بزنیم، نقشه راه، رود مپ. درسته؟ این آقای کاظم رنجبر باشون تماس بگیرید، تو فرانسه است، میگه آقا 100 متر خونه میخوایم بسازیم، اول با فامیل و دوست و آشنا و رفیق و بعد 10 تا استیمیت میگیریم، ولی ایرانو میخوایم بسازیم، خودم تنها میخوام برم بسازم. حالا شما، من ازت ممنونم چون بارها گفتی من میخوام رئیس جمهور بشم، چی کم دارم از رضا پهلوی؟ باور کن من اگه یه شرکتی داشته باشم با میلیون ها دلار پول، شما رو مدیر اون شرکت میکنم، ولی رضا پهلوی رو میگم اونجا وایس، ماشینا که میان بهشون میگم از این ور برن از اون ور برن، همون کارام نمیتونه انجام بده این احمق، تحمل تو آفتاب وایسادن نداره. خب شما این اعتبار رو ساختی، ولی اگه به من بگی آقا پلان شو بریم ایران، با وجودی که من زن داشتم بچه‌ام هستن، نوه‌ام هستن، یعنی هیچ چیزی تو زندگی کم ندارم، ولی میگم آقا قربونت برم، حالا ما شما رو قبول داریم ولی دیگه اقدم قبول نداریم. آ دوستی تا لب بوم، اینو برید پیدا کنید، چرا میگن دوست تا لب بوم؟ میگه من دوستم تا لب بوم، اگه گفتی بپر دیگه اینجا شما تنها بپر، من باهات نمیام. مرسی مرسی مرسی، تانکیو، خدا نگهدار. دوستان حتما حمایت کنید دیگه، بابا لوتیگری حمایت کنید چیکار، چی بهتون بگم؟ اوکی ببندیم، شروع کنیم برنامه آقای ارشاد. استاپ ریکوردینگ. مرسی.